خب بینندگان عزیز، با سلام به شما اجازه بدید من ببینم چرا عکس آقای رزاقی رو ما اینجا میبینیم. بله، برای که این دو هم روشن بود. بله، خوشحالم که بار دیگر با شما هستیم و ممکنه این برنامه آخرین برنامه امسال سال 1397 باشه، مگر اینکه ما چهارشنبه هم پررویی کنیم و آخرین برنامه رو بذاریم چهارشنبه. همونجوری که میدونید فردا سه شنبه چهارشنبه سوریه و چهارشنبه تحویل سال نو هست و به همین جهت دوستمون از خلیج فارس نوشتن که ترجیح میدهند که برنامه این هفته چهارشنبه رو نفرستن و بذارن شماها با دوستان و فامیل و اقوام به اصطلاح خوش باشید با این برنامه عید و جشن هایی که در همه جای شهر هست. امروز دوشنبه است، 18 مارس 2019 میلادی، و برابر است با 27 اسفند 1397. تقریبا 55 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن یا به وقت نیویورک با آقای فرزاد نیساری همشهری عزیزمون تماس میگیریم تا پای صحبت‌های ایشون بشینیم. و اما نمیدونم برای شما این حالت پیش آمده یا نه که بعضی وقتا با شنیدن اسم یه ایرانی که یه جا موفق هست، با شنیدن یه برنامه‌ای که یه جا اجرا شده، به خودتون میبالید و افتخار میکنید و اینها. دیدیم مثلا آقای فیروز نادری در ناسا چنین و چنان، آقای فلانی در گوگل چنین و چنان، آقای فلانی در اوبر چنین و چنان. ولی بعد از خودمون میپرسیم خب این چه سودی برای من داره؟ و بعضی وقتا از اون طرف اگه سوال کنی شما ایرانی هستی، خیلی هاشون میگن ما ایرانی نیستیم. یادتون آندره آقاسی بود، تنیس باز بود. این البته خب اون موقع هم خیلی شرایط ایران حتی بدتر از الان بود، هی بهش گرفته بودن آقا ایرانی ایرانی، گفته بود آقا من ایرانی نیستم، من پدرم ایرانی بوده و نمیدونم مادرم هم نمیدونم فرانسوی خارجی هرچی، و از ایرانی بودن خودش به یک نحوی فرار کرده بود. ولی من دیروز کار میکردم و نتونستم این فستیوال ایرانیان رو برم. وقتی که گاهی وقتا دیگه آدم از موزیک و اینها خسته میشه، اخبار رو گوش میکنه و اینجا یک استیشنی هست به نام WTOP News که 24 ساعت فقط خبر میگه، یعنی هر از یک ساعتی سر مثلا 5 دقیقه ترافیک رو میگه، آب و هوا رو میگه اینها. و دیروز من وقتی رانندگی میکردم چندین بار شنیدم که میگفت در منطقه فلان ترافیک یه مقداری سنگین هست، یک شنبه ترافیک سنگین، خب باعث تعجب آدم میشه، و دلیلش فستیوال ایرانیان هست. یکم من فکر کردم، گفتم من تو این 20 سالی که تو کار رادیو تلویزیون هستم و تو این 30 و چند سالی که در آمریکا هستم، همه نوع جنبش، همه نوع گرد همایی، همه نوع فراخوان رو دیدیم، ولی یک کار خیلی ساده، البته مهم، یادتون باشه، یک کار خیلی ساده ای رو خانم شهره عاصمی 8 سال پیش به تنهایی یک نفره یک تنه شروع کرده. چون من امروز نوشتم که میخواستم برای شما بنویسم یک تنه، بعد دیدم خب نه، آقای مختارم با شما بوده، آقای خانم عاصمی برای من نوشته بود که آقای سربی مختار به اندازه خودش گرفتار هست و مشغول، ولی علی پسر خانم شهره عاصمی همراهش بوده، همگامش بوده، کمکش کرده. از لحاظ این روزا میدونید شما با سوشال میدیا نتونید خودتون رو به گوش و چشم و اینها هوش مردم برسونید، کارتون زاره. و علی چون هم جوانتر هست، هم بیشتر با این وسایل کار کرده، کمکی خوبی بوده برای خانم شهره عاصمی. من از صمیم قلب واقعا به اینا تبریک میگم. و اینکه این حرکت ساده بعد از 8 سال که از برستون، یه جایی که نسبتاً دور بود از به اصطلاح بلتوی و بعضیا براشون دسترسی به اونجا مشکل بود، آمدن درست
گفتم بهتون ایرانی ها وقتی میخوان تبلیغ کنن میگن در قلب ویرجینیا. واقعا این در قلب ویرجینیا در تایسنز کورنر یه جایی رو میگیرن هر سال تقریبا یه جوری که نزدیک به عید باشه که شماها بتونید اون وسایل رو که میخواین برای ایام عید و اینها اونجا تهیه کنید. جشن هست، موزیک هست، رقص هست. من خودمون این نوه‌مون رو برده بودیم اونجا، نوه‌ای که پارسال 2 سالش بود و چنان با ذوق و شوق این لباسای رنگی و اینها رو نگاه میکرد. یه دوست آمریکایی رو همراه خودمون برده بودیم، این دوست اصلا از ما تعهد گرفت که دیگه هر وقت این برنامه هست ما به ایشون خبر بدیم و اینها. و در هر صورت من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خسته نباشید خانم شوره عاصمی. اتفاقا گفتم به ایشون تماس میگیرم اگه وقت داشته باشن امروز چند کلمه‌ای با هم صحبت کنیم. بعد دیدم واقعا ایشون با خستگی در کنه. اولا شما وقتی میری یه برنامه 10 صبح شروع میشه، 6 عصر تموم میشه، این 6 عصر برای شما تموم شده، برای اون بنده خدا ها تا چند روز دیگه این ادامه داره، اینها رو بردن و آوردن و تحویل دادن و اینها. و از چند ماه قبل ایشون نوشته 4 ماه و نیم قبل، من میتونم بگم از همین امروز ایشون داره برنامه سال آینده رو تدارک میبینه، در فکرش هست و مشغول هست. خانم عاصمی خسته نباشید، علی جان خسته نباشید، و با اجازه شما با آقای تقی مختار هم تبریک بگیم هم خسته نباشید و از ایشون بخواهیم که بیشتر به شما کمک کنن. من برای خانم شوره عاصمی نوشتم که همیشه گفتن که پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب و با وفا هست، حالا بیاین عوض کنیم و بگیم پشت سر هر همسری یه همسری هست که به اصطلاح همگام و خوب و وفاداره. و اینجوریه که شکایت خانم شوره عاصمی رو فیسبوک میتونید ببینید. در صورت مهم اینه که ایشون اسم ایرانیان و نوروز و سال نو ایرانیان رو بدون هیچ حرکت، ببخشید اینو میگم، دیوانوار، مثل اینایی که بیاین بریم فردا دم کاخ سفید به ترامپ بگیم به ایران حمله کنه، بعدم میبینیم 4 نفر میان اونجا مثل لشکر شکست خورده، بعضی هاشون هم چون حقوق میگیرن هم از ایران هم از اینجا قایم میکنن خودشون رو، سیبیل مصنوعی میذارن، ریش مصنوعی میذارن یا ریششون میزنن، عینک میذارن، کلا میذارن، ولی ایشون کاری که انجام داده خودت میری اونجا جشن و به این وسیله به دنیا، به آمریکایی‌ها ثابت میکنی من تروریست نیستم، من یه آدمی هستم که دوستدار صلح و صفا هستم و مشت نمونه خرباره. این جامعه ما اینجا ماشاءالله همه شیک، همه ماشینا نو، همه شغلا خوب، اینم به اصطلاح فرهنگ ما. بازم به شما خسته نباشی میگم، به قول آمریکایی‌ها job well done، و منتظر برنامه‌های دیگه در سال آیندهم خواهیم بود. مرسی. میگه عید باستانی نوروز را به شما و همه هموطنان عزیزم مبارک باشد و به سلامتی و خوشحالی. این شخصی به نام اولمپیا ای جلینی. خب آقای فتحی، منم به شما سلام میکنم، شاهین فتحی، و امیدوارم سالی خوب در انتظارتون باشه. و اما این فستیوال ایرانیان، حالا اگه فرصت شد چند روز که گذشت، امیدوارم در سال جدید با خانم شوره عاصمی باشیم. خانم شوره عاصمی هم بازیگر و کارگردان تئاتر هستن، هم مجری و برنامه ساز رادیو تلویزیون بودن و هستن، خودشون چند مدت تلویزیونی داشتن، ولی من فکر کنم دیدن که اون تلویزیونه این کاری رو که ایشون میخواد انجام بده و به اصطلاح دعوت آمریکایی‌ها به شناخت فرهنگ ما و یه روزی رو اینجا بذارن بدون سیاست و بدون مشکلات دیگه مردم ایران با هم باشن، و همین خاطر فکر کنم اون تلویزیون رو رها کردند و این کاری که انجام میدن 100 مرتبه مهمتر، بهتر، زیباتر از اون برنامه‌های تلویزیونی است. خیلی ممنون. این دوستمونم میگه بهروز جلیلی. بهروز جلیلی همون که تو وایس آف امریکا بود، یا نمیدونم، در هر صورت
عکس شما رو من درست نمیبینم، خیلی کوچولو ما که دیگه خیلی سنمون بالا که میره، هی همه چیزا با بزرگ باشه تا ببین. و اما نمیدونم شما خانمی به نام پروین زمانی، اونجا معروف میگن مهندس پروین زمانی، میشناسید یا نه؟ ایشون سالها پیش در تلویزیون مردم برنامه داشتن، دلیل برنامهشون هم این بود که یک وبسایتی رو درست کرده بودن به نام همسرجون.com و بعد از مدت ها خب این رسمه تو تلویزیون ها، وقتی یکی میاد توی تلویزیون، تلویزیون دیگه باهاش تماس میگیره، میگه بیا ما بیننده بیشتر داریم، ما نمیدونم نرخ کمتر داریم و اینا. البته هیچکس تا حالا نرخش کمتر از تلویزیون مردم نبوده، ولی میتونن به دروغ بگن بیننده هاشون بیشتر. اب نداره، این خانم پروین زمانی رفتن با تلویزیون های مختلف. چند مدت پیش من یه ویدیویی رو یه دوستی برام فرستاد، گفت آقا این دوست ما خانم زمانی ببین الان چی میگه درباره تلویزیون های دیگه. و شما از دو روز پیش احتمالا شاهد این فیلم بودید، مصاحبه ای است که خانم زمانی با امید دانا انجام داده. خود من با امید دانا مشکلات زیادی داشتم وقتی که شدیداً دنبال رضا پهلوی بود و فحاشی میکرد و اینها، ولی الان عوض شده، آدم ها آزاد هستن، عوض بشن. این شما هستید که آزاد هستید با اونا باشید یا راهتون رو جدا کنید. در اصل این مصاحبه به صورت یک برنامه تلویزیونی هست و این رو هر روز ما از تلویزیون مردم، مردم TV.com نشون میدیم. روی فیسبوک هم گذاشتم. روی فیسبوک دیدم افرادی آمدن و معمولا بعضیا پرخاش میکنن، به همه دنیا اعتراض دارن و آقای سبا تبار جواب یکی از اینا رو خیلی خوب داده بود، نوشته بود خب اگه دوست نداری نگاه نکن. خیلی ممنون آقای تبار. و یک خانم دکتر سپهرارم یه سری نوشته های اونجا نوشتن، متاسفانه من متوجه نشدم سوال شما از من هست یا از خانم پروین زمانی، ولی این مژده رو به شما میدم که اولین برنامه سال نو ما که روز جمعه هست، خانم زمانی مهمان برنامه ما خواهند بود. به احتمال زیاد آقای امیرحسین لادن هم اگه وقت داشته باشن جمعه مهمان ما هستن، ولی برنامه خانم پروین زمانی رو یه مقدار دیرتر چون ساعتشون با کالیفرنیا هست و اینها انجام میدیم. And I'm thankful to your great speak. Merci. میگه it was great idea. Please let me know anything I can do to introduce Iranian culture, art, artists and entertainment to American and other countries. It would be my pleasure to service. My email address is Olympia. چجوری باید بخونم اینو؟ جلینی بخونم یا گلینی بخونم؟ عربی بخونم یا فارسی بخونم؟ @yahoo.com. خوشحال میشم. اصلا بذار من برای شما یک دعوت به همکاری هم بفرستم تا شما بیاین از سرویسی که ما داریم، حالا هر قد کوچیک و محدود، ما هم بتونیم از حسن نیت شما، از انسانیت شما، از سرویس شما استفاده کنیم. دوستان عزیز، وقتی که این دوست ما از خلیج فارس گفت که من ممکنه، یعنی نه، گفت من برنامه نمیذارم تا مردم روز آخر امسال، و اینم من همیشه از خودم پرسیدم وقتی چهارشنبه ما نصفش امروز اسفند نصفش فروردینه، اون روز اول چی میشه؟ چند ساعت از بین میره؟ بعضی وقتا وقتی شب و عصر و اینا هست مهم نیست، ولی بعضی وقتا صبح، مثل که اینجا ساعت 6 عصر هست، در ساعت برای من زمانش یکی بفرسته به وقت شرق آمریکا. و از خانم دکتر سپهرارم خواهش میکنم که اگر سوالاتی دارن درباره این برنامه همسرجون، اونجوری که من فهمیدم به نظرم میاد که شما گفتید خب این سرویس اگر کار کنه چرا نه، و قبولش دارید. حالا اگر قبولش هم نداشته باشید هیچ اشکالی نیست، تا زمانی که بتونیم با هم صحبت کنیم و میخواییم شما هم مهمون برنامه ما باشید. امسال که این شانس رو نداشتیم، اقلا امیدوار باشیم که سال آینده 1398 هم شما رو داشته باشیم، هم داداشت آقای فرخ سپهرار، اونم برنامه های خودش رو شروع کنه و به اصطلاح حالا نوعش ممکنه تفریحی باشه،
همش لازم نیست همه از سیاست صحبت کنن. خود من والا وقتی با شروع کردم از همه جا و از همه چیز میخواستیم بیان صحبت کنیم و بگیم و بخندیم، یه دفعه تبدیل شد به سیاست و فحش و گرفتاری و تهدید و تمجید و فلان اینا و امروز به اینجا رسیدیم. اگر چهارشنبه من برنامه گذاشتم، اون برنامه چهارشنبه رو اختصاص میدیم به شوخی و موزیک و خوشحالی و خنده و یک روز در سال اقلا خوشحال باشه. این هم از این. و آقای سپهرارم میگه با درود عید نوروز را به همه تبریک میگویم. خیلی ممنون. ما هم به شما هم به خانواده شما تبریک میگیم و امیدواریم سالی بهتر در انتظارتون باشه. پس آماده باشید تا جمعه با خانم پروین زمانی باشیم، همسرجون.com. اجازه بدید من صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون بدم. من همیشه میگم نمازی نظامی و ایشون خانم زمانی هستن، پروین زمانی آخرش با وای اگه بنویسید فیسبوکشون این هست. اجازه بدید تا بهتون نشون بدم و اون ویدیوی بحث برانگیزی که هست توی فیسبوک خودشونم گذاشتن، کامرای 3، این رو هم من خاموش کنم تا بتونیم صحبت کنم. بله این هست. ببینید همسریابی برای ایرانیان مجرد در سر تا سر جهان. یه برنامه رو برای ما فرستادن که اونم پخش میکنیم و صحبت میکنن درباره اینهایی که تو ایران یه چیز رد شده بهش میگن ازدواج سفید. ایشون میگه که این ازدواج ها اتفاقا همچین هم سفید نیست، خیلی اشکال داره. و این پروگرامه، اگر هم خواستید شما میتونید برید از صفحه خود خانم زمانی نگاه کنید این برنامه رو. اجازه بدید اینجاست، نوشته پروین زمانی این. بله خب میگن که با درود به همیهنان عزیزم، این یک برنامه سیاسی بسیار جالب است، البته برای ایرانیان وطن پرست. میهمان برنامه آقای امید دانا بودم. پس اگر وطن پرست و عاشق ایران هستید لذت خواهید برد، اما من میدانم که ایرانیان وطن فروش و عوامل موساد عصبی و داغون خواهند شد و شاید به فحاشی و تهمت هم پناه ببرند. ببینید و برای ایرانیان وطن پرست هم بفرستید تا با کمک یکدیگر ایرانی بهتر و باحالتری بسازیم. با عشق و احترام برای عاشقان ایران، خانم پروین زمانی. من اینو اینجوری کلیک کنم میگم بهتون صفحهشون اینجاست و یک بار دیگه بذارید صفحه ایشون رو کامل نشون بدم. و شاید روی صفحه مردم تیوی هم یک بنر بذاریم و لینک کنیم به مثلا وبسایت ایشون. شما هم اگر بیزینسی دارید، سرویسی دارید، مایل هستید با ایرانی ها در تماس باشید، میتونید از صفحه مردم تیوی استفاده کنید، میتونید از صفحه فیسبوک ما استفاده کنید و خیلی قیمت، واقعا اصلا قیمتی که قابل گفتن نیست. و بعضیا میگن سوربی جان به خاطر همین قیمت کمت بعضیا فکر میکنن شما بیننده نداری. گفتم که خوشحالم یه دفعه با این آقای بیژن جعفری صحبت میکردیم، ایشون گفت از تعداد اونایی که زنگ زدن به من اعتراض کردن فهمیدم که خیلی هم پر بیننده هست تلویزیون تو. آقای بیژن جعفری هم صاحب والنتاینز موتور هستن و اگر کسی مکانیک هست یا اگر کسی میخواد مدیریت یا منیجر این به اصطلاح هم شاپ ایشون هم قسمت فروش ماشین و اینها، نمیدونم درست ازشون نپرسیدم که میخوان مدیر اون نمایشگاهشون باشن، چون دو جای مختلفه، یکی نمایشگاه اتومبیل، یکی تعمیرگاه اتومبیل. در هر صورت اگر توان مدیریت دارید و اگر مکانیکی بلدید، مکانیکی که معلومه برای اون شاپ مکانیکیشون هست، ولی اگر مدیریت تماس بگیرید با آقای بیژن جعفری. آقای بیژن جعفری هم روی فیسبوک هستن، خیلی هم آدم راحتیه. بذارید ما حالا که آخر سال هست از این همشهری عزیزمون تشکر کنیم. فکر کنم ایشون گفته آقای زاره. اولا اگه برنامه من رو نگاه کرده بودیم، من چون فامیلیم سوربی بود گفتم چون پایین شهر شیرازم مدرسه می رفتیم، دبیرستان احمدی فلکه خاتون،
آقا یه سیتای زاره جلو ما بود، میخوند آقای مثلا فلانی فلان اینا، به زه که میرسید دیگه ما به چی میافتادیم تا برسه به نوبت سربی. نمیخوام بگم از زاره ها بیزار و متنفر بودم، ولی یه جوری این زاره ها توی نرو ما بودن. حالا چرا ما از آقای زاره ممنونیم؟ برای که ایشون لطف کرده بود، دو تا پیام گذاشته بود. من اون روز گفتم که پیام ایشون رو پخش میکنم، بعد هرچی فکرش کردم گفتم من چرا بیام پیام یه آدم بی نام و نشان بی عکس پخش کنم وقتی که حرفاش رو هم قبول ندارم. من موقعی پخش میکنم که این شخص بیاد مهمون برنامه من باشه، به عنوان مخالف عقاید من هم مخالفت کنه، هم اون چیزی رو که دوست داره که آقای رضا پهلوی هست اون رو تبلیغ کنه. ما در برنامه گفتیم که آقا شما اگه میخوای صحبت کنی بیا و به اصطلاح صحبت کن، چرا قایم میشی فوش میدی یا چرا سنگ میندازی؟ حالا ببینید دوستان، ایشون آمده پیام گذاشته و خود شما دقت کنید ببینید این پیام که حالا تازه خیلی شهامت به خرج داده، صداشو گوش کنید، بعدم نه شماره تلفنی نه فیسبوکی نه اسم کاملی، منو یاد یه جوکی انداخت. طرف میگه آقا حالا ما تلفن نداریم، خب شما یه زنگی به ما بزن، شما یه زنگی میزدی، یه چیزی اینجوری بود، شایدم درست نگم. آقا شمایی که از رضا پهلوی طرفداری میکنی هنوز یاد نگرفتی یه پیام درست بذاری. من حسن علی زاره هستم، بچه دهکورک شیرازم، بچه کفترک شیرازم، بچه ناف شیرازم، بچه چارا مشیرم، میدون شاهی هستم، بچه شما بلد نیستی، کسی یادت نداده، تنها تلویزیونی که اینو هی تکیه میکنه و میگه تلویزیون مردمه، چون اونای دیگه گولتون میزنن، اونای دیگه میگه هنر نزد ایرانیان است و بس. من میگم اتفاقا ما چون خیلی مغرور شدیم که هنر نزد ما است و بس، در گوش و هوش و عقل و دین و همه رو بستیم، دیگه شدیم یه سری آدمای بی شعور که فکر کنیم ما دیگه بهترینیم. آقا من تلفن میخوام چیکار؟ پدر بزرگی من یه نوکری داشت میفرستاد این منو بر اون این تلفن براش کار میکن. شما پیام خودت رو گوش کن بشنویم با هم. این آقای کی گفتی اسمت؟ زاره. خب not now. 1:19 شما صحبت کردید، بفهم زاربی جان نامردی اگه تماس نگیری. اسم من زاره است. خب حالا نگاه کن، آخه یکی به این بگه تو هنوز توی اون نفهمی زندگی میکنی که بهترین به اصطلاح درجه انسانیت رو مرد بودن میدونی. اگه اینجوری باشه این علاقا با اون معاملهی که دارن از همه من و شما مردتر. سوربی جان ببینید چقدر خره، به من میگه سوربی جان، بعد میگه نامردی اگه با من تماس نگیری، اسم من زاره است. دوستان شما ممکنه توی مدرسه بودید که اندازه ما زاره نداشتید، ولی دبیرستان احمدی، حالا اکبری رابا داره از خنده میفته رو زمین یا اون خوشنودی اینا، آقا زاره یک فامیل کامن، یعنی خیلی معمولیه، مثل اسم محمد که خیلیه، اصلا فکر کنم اولین شماره رو داره تو دنیا. زاره وقتی که فامیل انتخاب میکردن میومدن توی دهی، خب کت خدا مثلا اسمش آقای دهقان پیشه بود که حالا هیچ کاری هم با دهقان نداشت، من برای دهقان پیشه کار میکردم تو شیراز، تمام اون ده فامیلشون کشاورز زاره، تازه اون اولا کشاورز هم نبود، همه زاره بودن. سوربی جان نامردی اگه با من تماس نگیری، من اسمم زاره است. مرد حسابی، انقدر تو دستخوش هیجان شدی که نه شماره تلفن گذاشتی نه اسم کوچیکت رو گفتی، نه گفتی من به چه وسیله تماس بگیرم. آخه عزیز من بیا امسال به خودت قول بده، بگو من حرف دشمن خودم رو گوش میکنم، این سوربی دشمن منه، من که تو رو نمیشناسم، باید احمق باشم که دشمن شما باشم،
همینجوری که شما منو نشناخته دشمن خودت میدونی. آقا من دشمن تو نیستم، من مخالفتم. حالا حرف ما حتی به عنوان مخالف، به عنوان دشمن گوش کن، تصمیم بگی آدم باشی. آدم ها خون سردن، آدم ها وقتی منطق داشته باشن فوش لازم نیست. با منطق تماس میگیری، من حسین علی زاره هستم، شماره تلفنم اینه، در ایران زندگی میکنم، در خارج زندگی میکنم، با اسکایپ با من. آقا من با این آقای فرزاد نیساری الان چند مدت آشنا هستیم، از نون آلوی دم سینما دم کلی سینما مهتاب با هم صحبت میکنیم تا حلوای خرک دم بازار حاجی. ولی امروز وقتی میخوام باهاش تماس بگیرم، برای که ایشون ممکنه یه جایی باشه امکان اسکایپ نباشه، برای اینکه هزار دستگاه ارتباطی برقرار شده، گوگل هم شنیدم یه چیز درست کرده که شما میتونید مثل زوم، مثل اسکایپ، مثل فیسبوک ویدیو چت داشته باشید. براش نوشتم که آقای نیساری میخواین با فیسبوک تماس بگیرین یا با اسکایپ؟ ایشون نوشت لطفاً با اسکایپ. منم نوشتم چشم، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای نیساری هستیم. پیام شما حقیقتاً قابل پخش نیست، چون هیچ ارزشی نداره بجز تلف کردن وقت مردم. و من وقتی همچین پیاماری رو میذارم، مردم میگن آقا این که آشغال بود، آشغال رو چرا میذاری من بکنم؟ بنداز سطل آشغال. پس سعی کن آشغال نباشی، سعی کن قشنگ بیای با منطق صحبت کنی، مهمان من باش اولین برنامه، پس خودت برنامه بذار، مثل علی بنگی بشین برنامه بذار، از اول تا آخرشم راجع به سوربی صحبت کن، ولی کمک بزرگی. خب my number 310-893-9097، این شماره رو اگه میخوان یعنی دیگران هم داشته باشن با شما تماس بگیرن. به نظر میرسه که شما در کالیفرنیا هستید، البته این روزا معیار نیست که پیش شماره یا ایریا کد شما از کجاست. من افرادی رو میشناسم که همینجا هستن ولی شماره هاشون مال خود ما داشتیم، خود ما شماره تلفن گرفته بودیم برای تلویزیون مردم از ایریا کد 818، که دوستانی که از کالیفرنیا هستن ماشاءالله از بس پول دارن میگن هر مرغی چاق‌تره، تخم مرغاش کوچیک‌تره، یا از تنگی چشم فیل دانستم من آنان که غنی ترن محتاج ترن. این تلفن به این ارزونی، هر وقت زنگ میزدن میگفتن آقا شما تلفن لوکال نداری که ما مجانی باشیم؟ آخر گفتیم باشه، ما مای 10 دلار میدیم تلفن کالیفرنیا رو میگیریم که شما مجانی باشی. در هر صورت برگردیم به این که نمیدونم شما کالیفرنیا هستی یا نه، در صورت هر جا که باشی به گفته آقای اندی این خواننده خوب، اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم، بذارید تاجیک و افغانی و دوستان دیگرم به اصطلاح دعوت کنیم، اهل هر کجا که باشی هم ما هم زبان هستیم، هم انسان هستیم، و امیدوارم انسانیتمون در سال 1398 بهتر بشه. مرسی بازم آقای زاره که پیام گذاشتی، داری راه میفتی، همین که جرأت کردی اسمتو بگی نشون میده یه کمی بهتر شدی. آقای زاره همشهری خوب من، بسیار ممنون. ببین زاره خداییش میخوام بهت بگم، حالا خط کشیدم روش ولی یادم افتاد، ببینم کجاست. ببینی نوشتم آقای زاره همشهری خوب من بسیار ممنون، یعنی اینجا هم نوشتم که ازت تشکر کنم. آدم باش، انسان شو، بیا صحبت کن. ویدیوی رقص بندری روی تیر چراغ برق، حتما شما میگید این سوربی دیگه آخر سالی دیوونه شده. رقص بندری روی تیر چراغ برق، بله آقا، وقتی غیر میاد تو کمر شما رو از تیر چراغ برق هم بالا میبره. این یکی از دوستان فرستادن، دکتر رضا سلامی فرستاده، و ببینیم که میتونیم ویدیو رو پیدا کنیم برای شما هم بذاریم. و والا اگه این ایران باشه، ایرانی که من و شما فکر کنیم مردم صبح که از خونه میان بیرون نگرانن که بر میگردن خونه یا میرن زندان اوین، گاهی وقتا میبینی حال اونا بهتر از من و شما هست. بذارید اینجا مسیج این آقای سلامی رو پیدا کنم و ای مردشور این فیسبوک رو ببره که مسنجر رو جدا کرد و مشکل ما رو دوتا کرد یا زیادتر ده ها کرد. ببینم این کازرون تودی، کازرون هم براتون آقای سلامی اصلشون کازرونی هستن، همون دکتر سلامی هایی که به اصطلاح
اون تیمارستان سلامی رو داشتن در شیراز که ما میگفتیم دیوون خونه سلامی، کجا بود؟ پشت هفتن بود یه جا، یادمون رفته دیگه اون اسما و اینا. خب ما تا اینجا رو به شما نشون بدیم، بس کامرای سه و این رو هم آف کنیم. خب میبینید، بریم با هم صدا دوستان. من نمیدونم شما هیچ وقت از این تیرای چراغ برق که با کانکریت با سیمان ساخته میشد بالا رفتید یا نه. یه مهارت خاصی میخواد که نیفتی پایین. حالا من میبینم این خانمه دمپایی پاشه، از این دمپایی های ابری میگفتیم، بعد یه دست و یه پاشم ول میکنه میرقصه، قنبلم تکون میده. واقعا این خیلی مهارت میخواد، خیلی شهامت میخواد. بعد بهتون گفتم بعضی وقتا ما بیمغزی و بیکلگی رو با شهامت اشتباه میگیریم. شما اگه مغز و شعور و کلم نداشته باشی، کارهایی که میکنی به نظر بعضیا میگن این بابا خیلی شهامت داره. خب اینو شما داشته باشید تا ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. امروز هم که گفتیم 18 ماه مارس 2019 است، برابر با 27 اسفند 1398. فردا میشه 28، چهارشنبه میشه 29، یعنی وقتی 29 اسفند، نمیدونم در اصل خود منم یکم گیجم، یه نفر برای ما بفرسته تاریخ تحویل، یعنی ساعت و زمان تحویل سال. اینم از این و بریم سراغ نوشته ها و ویدیوها و چیزهایی که دوستان فرستادن، ببینیم که از میامی چه خبر. میگه که ساوت فلوریدا priest charged with sexual battery on woman he allegedly drugged on church property. ببینید مملکت آمریکا که خیلی ها خودشونو به کشتن میدن تا برسن اینجا، یه دفعه شما شوک میشید که یه نفر به نام بیل کازبی که اینو به عنوان پدر خانواده میشناختن با اون ویدیوهایی که درست کرده بود، آمده 40-50 تا زن رو توی سنهای مختلف دارو بهشون داده، داروی خواب‌آور داده تا ازشون سوء استفاده جنسی کنه و حالا در سن 80 سالگی باید بره زندان. شما نمیتونی با مغزت چیز کنی. خب این همه زن بوده دور برد، این همه هنرپیشه که اونا دوست داشتن با تو باشن، تو چرا رفتی به زور این کار کردی؟ بمان. این از بیل کازبی. ولی حالا ماجرای 300 تا پریست یا پدر روحانی، 300 تا پریستی که مردم اومدن و اینا رو گزارش کردن، چند صد هزار تا که طرف مرده، خودکشی کرده، صداش در نیامده، از آبروش میترسه اونا بمانند. ولی حالا چیکار کرده این آقای پاپ؟ مثلا خیلی هم میگن آدم خوبیه، که به نظر من این بدترین پدر روحانی کاتولیکان تا حالا. این آمده گفته که خب حالا که اینا جرمشون دیگه چیز شد، از این به بعد نمیتونن تو کلیسا کار کنه. باورتون میشه شما توی شرکتی دزدی کنی و فلان اینا بگن اوکی از امروز اخراجی، ولی این پولا رو میتونی با خودت ببری استفاده کنی؟ یعنی اینا مسئولیت، میگیم مثلا طرف سفیر میاد اینجا، میگن اینا مسئولیت سیاسی داره. همین شالاتانی که ما الان توی کاخ سفید داریم فعلا تا آخر سال، تا یک سال خورده دیگه این مسئولیت داره، نمیتونن ببرنش دادگاه. ولی باورتون میشه مثلا آخوندا، خب اونا مسئولیت دارن دیگه چون سیستم اینجوریه. مثلا دیدیم اون آقای مرتضوی و افراد دیگه، تازه یه جایزه هم بهشون میدن وقتی یه خلافی میکنن. 300 تا پریست اینا مشکل و مشکلات دادگاهی و اینا دارن و افرادی که آمدن با شهامت با شجاعت وایسادن شهادت میدن که اینها در بچگی بهشون ازشون سوء استفاده جنسی کردن و بمانه. این عکس این آقا که چه عرض کنم، این
جانبه و ببینید میگه ساوت فلوریدا پریست، پدر روحانی مال جنوب فلوریدا، چارج یعنی به اصطلاح حالا دادگاه متهمش کرده، جرمش هم براش خوندن که یه نفر و شما بعد الیجدلی یعنی ادعا کرده اون خانم. ببینید چقدر اینا با وسواس جلو میرن، فوری به طرف نمیگن این متهم و مظنون، اول کلمه مظنون میذارن بعد متهم میذارن بعد محکوم میذارن. ما اصلا این چیزها رو نداریم، از همون اول طرف رو محکوم میکنیم. دیروز این موجی آقا مرمچی بود، آقا موجی یک دیوانه بود چندین سال پیش، ما از طریق آقای نجاری با این آشنا شدیم، یکی دو برنامه هم گذاشت اینجا. بعد دیروز من برای آقای دکتر سعیمی یه چیزی نوشتم، یه دفعه دیدم سرکله این پیدا شد. بعد نوشته بود که خیلی خوشحالم که شما حالا سیاستتون عوض شده. من یکم فکر کردم این منو با خودم اشتباه گرفته، با دیگری اشتباه گرفته، چه سیاستی عوض شده. بعد گفتم که تو مطمئنی عقلت خوبه، حالت خوبه، مواد چیزی استفاده؟ گفت آره، شما در زمان جورج بوش طرفدار جنگ آمریکا بودی با ایران. دوستان ویدیوی من همه موجوده، همه موجوده، برید نگاه کنید. اصلا یکی از شعارهایی که من ساختم اینه No more war، یعنی جنگ بیشتر نمیخوام. جنگ جواب مشکلات نیست، education هست. اون وقت این مردکه دیوانه اسم خودشم گذاشته دکتر آقا مجتبا آقا فلانی، گفتم تو برادر همون مرتضا، نمیدونم اسم شما دیگه یادم رفته، آقا کوفتی هستی، دوتاتون دیوانه هستین، دوتاتون رو باید ببندن به یک به اصطلاح درشکه. در صورت ممنون و متشکرم. به احتمال زیاد سال آینده آقای جمشید تفریشی هم خواهیم داشت، ایشون یه برنامه داشتن، ایشون هم یکی از جدا شده های سازمان مجاهدینه، ولی جدا شده ای که میگه من وقتی جدا شدم دیگه وای نسادم سازمان رو سرزنش کنم، به اصطلاح قبول کردم که خود من اشتباه کردم، رفتم اونجا، بعد رفتم دنبال درس و زندگی و اینها. و ایشون دکتر هستن، دیدیم عکساشونه که یه مدت مشکل داشتن، مسئله سلامتی داشتن، ولی الان خوشحالیم که برگشتن سالم و قبراق. این کلمه قبراق رو بنویسید به فارسی چی میشه. در صورت سال آینده سال پر مهمانی خواهد بود و شما هم میتونید مهمان برنامه ما باشید، ولی یادتون باشه شما نمیتونید حتی به پدر مادرت زنگ بزنی بگی من میخوام بیام خونت مهمونی یک سال اونجا بمونم. اینجا این جادجودی حرف خوبی میزنه، میگه مهمون مثل ماهیه، سه روز اگه بیشتر بمونه بو میگیره، آشپزخونت هم بو میگیره. با سلام بیاین، با عزت خداحافظی کنید برید، نه با عزت خانمو، با عزت خداحافظی کنید برید. و این برای من این کامپیوتر جدیدی که گذاشتم خود به خود ستینگش اینه که اخبار رو هی به صورت بریکینگ نیوز میفرسته، باید یه جوری اینو دیسیبل کنم، دیسیبل یعنی از کار بندازمش، معلولش کنم. ولی متاسفانه دیدم همون کامپیوتر کهنه خودمون خیلی بهتر از این یکی هست، چون این یکی من گوش بسیار حساسی دارم، این یکی صدای موتورش یا صدای فنش، سه تا فن داره، منو آزار میده. بعد وقتی هم ما برنامه رو روشن میکنیم این هی ماشینی که مثل ماشینی که تو سربالایی میره دنده سنگین میکنه، دنده عوض میکنه، میگه اون وقتا لپتاپ ها این کار میکردن، چون گرم میشد پروسسورشون، هی خودشونو با پنکه باد میزدن. ولی میبینم این اینجوری، ضمن این که این به ما گفته شده که این برای گیمینگ هست، یعنی شما از صبح تا شب میتونید زور بذارید روش و اینها. رفتم تو این فکر که خوب شد اون کامپیوتره رو نفروختم به فرخ و بیارم دوباره بذارمش اینجا و فعلا این کامپیوتر رو بدم پس، چون اینجا میذارین تو دو هفته بهشون پس بدین، و بگردم دنبال یه دوستی که برای ما یک کامپیوتر کوایت، یک کامپیوتر بی صدا الان هست. الان دیگه هارد درایو مثل دیسک و اینا نیست، میگن یه چیزایی که اصلا موو نمیکنه، نمیدونم SSD بهش میگن چی میگن، اون قسمت فنش
مثل ماشین با آب خنک میشه. باورتون میشه؟ کامپیوترتون میارید میذارید اینجا، رادیات داره، آب داره، پنکه داره، و بعضی وقتا چیزا بی صداتره. اونایی که کار برقی و اینا انجام میدن میدونن پنکه هایی که پره های بیشتری داشته باشه صداش کمتره، و خیلی ها هر کدومش پرش بیشتره صداش کمتره. درست مثل اونایی که هر کی دانشش بیشتره به اصطلاح داد و بیدادش کمتره. در صورت اگر در کار ساختن و یا سوار کردن کامپیوتر تخصص دارید، من ترجیح میدم یه دونه باکس یا تاور یا قوطی بخرم، یه ویندوز 7 بذارم داخلش پروفشنال، و یه ویدیو کارت قوی، و دیگه حالا اون باقی چیزها شما خیلی کار نداریم. اینم از این. اون روز که رفتم اینو بخرم به همون مایکرو سنتر گفتم من یه همچین چیزی میخوام، گفت 1400 دلار میشه، ولی اگه بیای اونجا ما الان 900 دلار یه چیزی رو گذاشتیم برای فروش، 1000 دلار 999 دلار گذاشتیم برای فروش. رفتیم گفتیم خب خوبه، وقتی آوردیمش دم صندوق گفت این شده 899 دلار، اینم 100 دلار دیگه، گفتیم چه بهتر و رفتیم. من بارها در سالی که داره تموم میشه از شما پرسیدم به من بگید دلیل حمایت نکردن از تلویزیون مردم. یکی میگه من پول ندارم، یکی میگه خب دوستمون گفت که من همسرم مریضه ترجیح میدم فعلا مخارج اونو بدم. و میشناسم دوستانی رو، الان یکیشون هم اینجا هست، کسی که ما احترام گذاشتیم بردیم آوردیم مهمون برنامه بوده. خب اون موقع من پول جای دیگه کار میکردم، پول زیادی داشتم، هیچ وقت به ایشون ما نگفتیم شما به ما پول بده. ولی انتظار داره آدم حالا که 10 بار ازتون میپرسیم آقا خانم حمایت کنید، بالاخره یه ساندویچ این روزا 10 دلاره، 7 دلاره، 8 دلاره، مکدونالد بخوای بخری 5 دلاره. آقا در ماه 5 دلار نه کمر شما رو میشکنه نه بانکتون رو آتش میزنه، ولی ما رو دلگرم میکنه که این کار رو ادامه بدی. این همه هی به ما تعریف میکنید به به چه چه، اون چیزی که میگن کی بوده، اون آقای تاج اصفهان که موزیسین معروفی بوده، میگن در یه برنامه آمد برنامه اجرا کرد تار میزده مثل، و همه شروع کردن کف زدن، اینم تارشو گذاشت زمین گفت اینقدر کف نزنید، این جیب ما میبینید پر از کفه، چون جیبش خالی بود دوتا جیبش کشید بیرون، یعنی کف زدن جیب ما پر نمیشه، بلکه چیکار کنید بیاین پول بدین حمایت کنید کنسرت برید و الی آخر. کسی برنامه بالش 3 نفره رفته یا نه؟ من کار داشتم نتونستم برم، و بنویسید برای ما نمایش چجوری بود. ما برای آقای فرزان دلجو، برای خانم آیلین بیگن و برای دوستان دیگه، آقای پورتاش، اون خانم اخوان و پروموتر این برنامه آقای آرمان شهبازی هم می نویسیم که مردم رفتن نظرشون این بود. و اما یک چیزی رو میخوام نشون بدم. دیدید من چند بار راجع به دایس برگر صحبت کردم. در دایس برگر یک ساندویچ فروشی که چه ارز کنیم، یه رستورانی هست، چون وقتی میگیم ساندویچ فروشی فکر کنیم چی بود، لذیذ بود، الهی بود، اونور موسیو بود، یه جای باریک موسیو که دیگه خیلی یه در کوچولو اینجوری میرفت تو اینها، فکر میکنیم اونه، ولی نه، دایس برگر یک رستورانه که خوراکا رو به قیمت‌هایی گذاشته، سرویسش یه جوریه که شما وقتی میری احتیاج نداری یکی بیاد خدمت کنه، خودت بلند میشی خوراک تو میاری و اینا، ضمن اینکه اون بیچارا من دیدم میارن براتون خوراک و اینها رو. در صورت این برنامه رو برای من دیروز فرستادن، منم برای شما نشون میدم، و حتما شما هم یه جایی هستید که بعضیاتون یه جایی هستید که میگید ای خدا یاد اون وقتا به خیر که ما سبزی پلو میخوردیم با ماهی شب عید، و ای کاش که یه سبزی پلو بود اینجا، من الان حاضر بودم 100 دلار بدم. ببینید میگه که این چهارشنبه سوری با همکاری سازمان خانه ایران 19 مارس در رستوران امبروسیا، من این نمیدونم این کلمه امبروسیا، نیبر سابق، توتی سابق، حالا امبروسیا این اسم چیه، اسم کیه، اگه معروفه من نمیدونم. آقای خانم تناز
به صورت زری طنازی میگه که تاج آوازخان بود، صدای بدی داشت، من نوجوان بودم بهش میگفتم اینقدر نخون سرم رفت. مطمئنید که تاج آوازخوان بوده؟ من نمیدونم، در اصل من هیچ وقت نه ایشون رو دیده بودم، شاید اصلا موقعی که من دست چپ و راست خود رو شناختم ایشون فوت شده بوده. در صورت این چهارشنبه سوری فردا شب در اون رستوران امبروسیا و آقای چیزم نمایش داره، برنامه ویژه شب چهارشنبه سوری، حاجی فیروز و عمو نوروز و پریدن از روی آتش داخل سالن و بی خطر. اینم یه تبلیغ مجانی برای ایشون، ولی این مهمه که من میخوام براتون بخونم. و دیدم که آقای سعید خان برای من این رو تکست کرده بود، بعد نوشته بود که به اصطلاح اگه جایی نیستید بیاین اونجا. نوروز خجسته باد، سبزی پلو و ماهی سفید دودی، یک دیش کامل برای 4 نفر 45 دلار. والا میارز، شما فکرش بکن بری فروشگاه. حالا برنج هممون گونی گونی تو خونه هامون داری، ولی ماهی بخر، نمیدونم سبزیشو از کجا بیارم، چه سبزی برای اینه، چه ولی چه کوکویی درست کرده. من عاشق کوکو سبزی هم و این ماهی هم که گذاشته اینجا من یاد یونان انداخت. یونان یه ماهی های اینجوری درست میکنن، حالا ما بروار ماهی دودی میشناسیم. این خانم طنازی میگه بله خسیسم بود. خانم طنازی از خسیسی حرف نزنی ها، که من یه دوستی دارم بیننده تلویزیونم هست، خودش گفته من هم خسیسم هم مفت خورم. خب بله، این ماهی پلو اگه خواستید با آقای سعید صاحب و مدیر و منیجر این دایس برگر تماس بگیرید. خب باید از قبل بگین، چیزایی که یه روز در سال مثلا درست میکنن یا هفتگی درست میکنن، یه دفعه 300 نفر اگه اومدن ممکن اینا برای 150 نفر داشته باشن، ولی از شما قبلا بگید. من برم اونجا میگه ببخشید سوربی تو دیر گفتی، حالا برو همون ساندویچ بخور، ولی اینا کوکو سبزی و سبزی پلو. بله، هموطنان همراه شهد شیرین نوروز گوارای وجودتان، سبزی پلو و ماهی سفید دودی یک دیش کامل برای 4 نفر فقط و فقط 45 دلار. این دیش یادتونه تو ایران میگفتن دیس و رسم بود توی عروسی ها و اینها، فکر کنم برای هر 2 نفری یک دیس می آوردن، البته دیس پر نبود، اونجایی که نقش و نگار بود اینو به عنوان قشنگی برنج نمی ریختن روش، فقط اون وسطش برنج می ریختن برای 2 نفر. حالا اینجا ایشون گفته این دیش، احتمالا منظورشون همون، ولی نمیدونم، همین یه ماهیه و این دیش هست. همچی موقع اگه شما یه چیزی که همه میشناسیم بذارید بغلش، مثلا یه قوطی نوشابه کوک، که طرف بتونه مقایسه کنه ببینه این برنجش چقدره، ماهیش چقدره. البته من فکر نمیکنم این رستوران‌های ایرانی هیچ کدوم از مشتری‌ها رو گرسنه از اونجا بفرستن بیرون، مثل رستوران‌های فرانسوی نیست. اینجا میبینم که یه نفر نوشته به به عجب سبزی پلوی، حتما میاییم با خانواده. بعد یکی دیگه نوشته مرسی عزیز از آن پذیرایی گرمت که مثل اینکه تو خونه خودمون هستیم، لذت بردیم، منتظرمون باش. و اینجا هم اون نمایشی که بهتون گفتم که آقای پیروز محبی اینجا نوشته قسمتی از تمرین نمایش چهارشنبه سوری توسط گروه رادیو مادر، که شب چهارشنبه سوری 19 مارچ در رستوران نیبرز سابق امبروسیا اجرا خواهد شد، تهیه بلیط در فروشگاه های ایرانی ویرجینیا و مریلند. اینم برین توی فیسبوکشون نگاه کنید و بذارید ما از همین امروز یواش یواش داریم میریم به پیشواز نوروز و سعی میکنیم که برنامه ها خیلی جدی نباشه، یه مقداری هم شوخی و جوک و تفریح و اینها داخلش باشه، هیچ عیبی نداره. بریم باز اون ویدیویی رو که آقای رضا سلامی فرستاده از کازرون. دوستان الان نمیدونید این اطراف کازرون و اون
دشت چنار و چی بود بهش میگفتن، چنار شوجون یا اینجا دوراهی چنار شوجون اینها. و این وقتی میری این گلای نرگس همه جا پخش و اینا، خیلی منظره زیبا و قشنگه. اینجا هم گلای زرد هست ولی اون گلای نرگس نیست. اتفاقا اینجا یه نرگسایی میارن به نظر من خیلی خرکی بزرگ و اینا، ولی اون نرگس شیراز و نرگس استان فارس واقعا معروف بود و ایام عید از بوی گل شما سردرد میگرفتی، یعنی اینقدر بوی عطر این نرگس شیراز خب خیلی معروف. به همین دلیل هم بود یه روغن نباتی گذاشته بود به اون اسمش رو، روغن نباتی نرگس شیراز. بذارید من ببینم این کازرون رو میتونم پیدا کنم. بله اینه. دوباره برگردیم بریم توی مسنجر و آقای رضا سلامی پیداش کنیم. این آقای رضا سلامی از اون ویرجینیا تکیا هست و ویرجینیا تکیا هم ما دوستشون داریم، دلیلم داریم، برای که 9 سال رفتیم و آمدیم ویرجینیا تک. با هم بریم به کازرون دوستان. این صدا دیگه همینه، آهنگی برای نوروز و اینها اجرا کردن. مهم اینه که اینها خانم‌هایی بودن که در به اصطلاح یه مال یا یک فروشگاهی چیزی بودن و یک ویدیویی هم هست تو فرودگاه مهرآباد ضبط شده که امروز وقتی من گذاشتم چون تیترش نوشته با همه به اصطلاح آزاد نبودن، آزادی در خون مرد، یه چیزی اینجوری براتون حالا میخونم اونم نشون میدم. بذارید اینجوری نوشته که انسان آزاد است حتی با همه محدودیت ها، اجرای سرود سلام کن به خورشید در فرودگاه مهرآباد. من یه مقدار کمیش رو براتون میذارم چون یوتیوب ما اگر پخش کنیم بعد یقمونو میگیره و اینجوری از اول شروع میشه فرودگاه و اینا رو نشون میده. البته خیلی ها باور دارن، خود منم باورم بر اینه که این رو دولت ساخته که بین اون بگه ببینید ما چقدر آزادیم. و اینم از این. یک لحظه دیگه شما رو میبرم با آقای نیساری گفت و شنودی داشته باشیم. یک دقیقه از این رو به شما نشون میدم. این رسم شده الان اینجا تو آمریکا هم تو مال و جای مختلف از قبل برنامه ریزی میکنن میان، ولی برای شما که اونجا هستی فکر میکنی این فلبداهه هست یا ایمپرووایزه، اصلا همچین چیزی نیست. این همه دوربین، این باید سناریو نویس داشته باشه، کارگردان فنی داشته باشه، نورپرداز داشته باشه، مهمتر از همه اونها شرکت کننده داشته باشه که اینها هستن. فیسبوک ما هست، روی یوتیوب هست، میگه فرودگاه مهرآباد، برید نگاه کنید و لذت ببرید. و اما این برای طرفداری از 22 بهمن است. من نمیدونم در رابطه با 22 بهمن هست یا نه، چیزایی که میگه یه جوری اگه از اونوری گوش کنی مثل فیلم مارمولک بود که بعضی هم گفتن آقا دیدی چه بلایی به سر آخونده آورد، گفتیم چه بلایی آورد، این که به نفعشون بود. اینجوریه که دید شما از کدوم سمت باشه. بارها من یه چیزی رو اینجا داشتم مثلا به شما نشون دادم، گفتم شما نگاه کنید، حالا این دوبارش یه رنگه ولی یه چیز دیگه مثلا
بله شما نگاه کنید مثلا این یادداشت‌های پستید، شما اگه از اونجا نگاه کنید اینو میبینید، هم سفید هم روش چی نوشته. من از این ورق نگاه میکنم زرد میبینم. حالا شما هی میگی سفیده، من میگم آقا دروغگو، خائن، وطن فروش، زرده. دوتامون داریم درست میگیم. گاهی وقتا باید یک کم بیایم این برتر، خودمون رو بذاریم جای طرف. اینجا میگن خودتو بذار تو کفش طرف که بو بدی میده. بله خودتو بذار جای طرف، اون وقت میبینی بابا اونم درست میگه. در اصل من نمیدونم کجای این شما فکر کردید در رابطه با 22 بهمن هست، برای ما بگید یا خودتون در برنامه های خودتون. دوستان عزیز ببرمتون اون ور آبها و با آقای نیساری باشیم که مدت هاست به ما قول داده بود، تا امروز بالاخره این خواسته برآورده شد و ایشون با ما خواهند بود و زمان محدودی هم نداره، تا اونجایی که ایشون دوست داره 30 دقیقه، 40 دقیقه، 1 ساعت میتونه صحبت کنه و چیزایی رو که در این مدت از تلویزیون مردم شنیده، نظرات خودش رو اینجا بهش میگن current affair. شما گفتی ایران current affair یعنی جریانات اخیر ایران، یا گفتی world current affair یعنی جریانات روزمره دنیا. یه برنامه هم بود به نام current affair، حالا متاسفانه جواب نمیدن. در برنامه قبلی که با آقای رزاقی بودم ایشون تماس گرفت، ولی الان که من زنگ میزنم هنوز البته ساعت 3 نشده بود، الان شد 3. ببینیم که ایشون این تعویض ساعت هم یه دلیلیه که ما اختلافمون مثلا با اروپا یه جاهاش 4 ساعته، یه جاهاش 5 ساعته، یه جاهاش 6 ساعت. آقا فرزاد، ایشون نوشت که فرزاد it's not available، نکنه رفته باشی چرت بزنی. ببینم نه بودی اینجا، دیدمت اینجا. ببینید من تماس گرفتم، میگه فرزاد it's not available یعنی در دسترس نیست. و اما میگه که رقصیدن گروهی یا آواز خواندن در فرودگاه یا مراکز خرید مال فلش ماب اور فلش ماب is a large group of people who assemble suddenly in a pub. نه suddenly نیست، اجراشون اجرا بله جمع میشن دورم، ولی این ماها برنامه ریزی شده. مگه شما میتونید تو فرودگاه مهرآباد با اون حراست، میگن که من میگم حسارت، با حراست و پلیس و مردم و اینا یه دبیا یه همچی برنامه اجرا کنی؟ بزرگترین قسمتت میشه گوشت. این ماها برنامه ریزی شده، ولی برای مردم suddenly یعنی یک دفعه، برای مردم یه دفعه میشه. شما همینجا تو واشنگتن هم شما داری میری، یه دفعه میبینی یه نفر از این ور میاد، یه نفر از این ور میاد، بعد اینا سر صدا که ایجاد میکنن اون مومنتوم اون لحظه اینا رو ایجاد میکنن و مردم وای میسن تماشا میکنن. دست هم ممنون میشن، میگن من هستم. آقا کجا هستی؟ ما هم هستیم. بذارید ببینیم آقای فرزاد نیساری، من دوباره تماس میگیرم و ببینیم که اذیت نکن، صداش کم کردی، انقدر کم کردی که زنگ ما رو هم نمیفهمی صداشو. شما به من زنگ بزن آقای نیساری، ولی چیزات هم خاموش کن. خب همینی که شما به من زنگ زدی عزیز من، اصلا اسمت هم نوشته اسکایپ فرزاد نیساری، بفهم. دیگه بعد از این همه گدایی یعنی ما شب چهارشنبه هم نمیدونیم که بیا. دوستان عزیز آقای نیساری اینجا هستن با ما، اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و بشینیم پای صحبت‌های ایشون، گل بگیم و گل بشنویم، یا حداقل گل بشنویم از صحبت‌های ایشون. بذارید سلام کنم به آقای نیساری همشهری عزیز و تشکر کنم از اینکه امروز مهمان برنامه ما هستن. آقا شما حسن خطاب برنامه های سال 1397 هستید، مگر اینکه بخواید روز چهارشنبه هم با ما باشید اگر ما برنامه داشته باشیم. بستگی به حال و مود و چی مود و اینها داره، چقدر سبزی پلو فردا شب بخورم، چقدر اون روز برنامه داشته باشم. ولی میگم اون ماجرای خواستگاری طرف بود، بی بضاعت از دختر شاه گفتن که آقا شاه که به تو دختر نمیده. گفت چقدر ناامیدی، پا
50% درست شده. گفتن کجاش درست شده؟ گفت 50% ما. حالا ما هم برنامه چهارشنبه رو میذاریم 50-50. دوستان عزیز، من بیش از این شما رو منتظر نمیذارم. سلام میکنم به آقای فرزاد نیساری. آقای نیساری خیلی خوش آمدی کاکو جون. این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، بگو هر چی که دل تنگت میخواد، بفرمایید. با درود به سوری گرامی و هموطنان بهتر جانم و سپاس از وقتی که در اختیارم گذاشتید. تصویر درست هست در اونجا؟ بله قربان. بسیار نیکو، بسیار نیکو. من فرزاد نیساری هستم، سرباز میهنم ایران، خدمتگزار ایران و ایرانی. از پیش از انقلاب 57 فعالیت‌های مردمی داشتم تا کنون. خدمت سربازی را در آموزشگاه افسری تهران، مدیریت آموزشی، دوره‌های عالی و فرماندهی و ستاد انجام رساندم. در انقلاب مردمی 1357 شرکت داشتم و در اکثر درگیری‌ها در جنوب ایران، به ویژه در بوشهر، گناوه و برازجان شرکت داشتم. در تسخیر پادگان تکاوران در بوشهر، صلاح ژاندارمری و آگاهی بوشهر، در تسخیر ساواک در شیراز و دسترسی به اسناد آنجا نیز شرکت داشتم. در تابستان 58 تحت تعقیب کمیته قرار گرفتم و با شناختی که در همان چند ماه از این دشخیمان پیدا کرده بودم، ایران را ترک کردم. در رأی‌گیری جمهوری اسلامی آری یا نه، یکی از 300 اندی در شیراز بودم که رأی منفی به آخوندها دادم. البته هیچ به حساب نمی اومد، چون 98 درصد مردم به اونها رأی دادن. در کانونهای پس از انقلاب، اگر یادتون باشه آقای سربی، کانونهای متفاوتی در مورد تئاتر و غیره در سینما آریانای سابق، نمیدونم الان اسمش چی هست، انجام میپذیرفت که خود من یکی از برگزار کننده های اون بودم که حزب الله و بسیجی ها اونجا حمله کردن و با شلیک مسلسل و گلوله و غیره ما رو از اونجا بیرون کردن و اونم یکی از بستران کارهای ما بود. من پیش از این که به بستران گفتارم رو شروع کنم، اگر امکان داشته باشه، میخوام یک چیز رو که از همه چیز مهمتر هست به اطلاع هموطنانم برسونم و همه رو دعوت به همکاری برای خیزش گرسنگان بکنم. برای حمایت از گرسنگان، ظروف خالی خوراک را در شب چهارشنبه سوری به صورت سمبولیک به صدا درآوریم تا هم همه صدای آن فریاد گرسنگان را در ایران پژواک دهد. این البته حرکتی است که ما شروع کردیم و با تمسخر بسیاری روبرو شده. منتها امروز در فیسبوک پیغام دیدم از سلطنت طلبه ها که اونها هم به این جنبش پیوستن و اعلام کردن که بالاخره به لحاظ سمبولیک حرکت درستی است. البته اونها همه چی رو به اسم خودشون میخوام بذارن، ولی اگر به لطف کنید و آدرس فیسبوک من رو هم بدید، اونهایی که به اصطلاح علاقمند هستن میتونن رجوع کنن و اگه کاری از دستشون برمیاد انجام بدن. آقای نیساری، شما دو تا فیسبوک دارید، یکیش فرزاد نیساری، یکیش فرزاد نیساری دوستان. فکر کنم رو اون فرزاد نیساری دوستان بیشتر فعال هستید، نه؟ نه، من روی فرزاد نیساری فعال هستم. فرزاد نیساری دوستان رو گذاشتم برای کسایی که با کارهای روزمره با اونها درگیر هستم. به اصطلاح اون چیزی که جنبه اجتماعی داره رو گذاشتم به همون نام فرزاد نیساری. خب من اون فرزاد نیساری دوستان رو نشون دادم، حالا برمیگردم فرزاد نیساری نشون میدم که نوشتید سرباز سرزمینم ایران. و اولا دلیل این که من از شما خواهش کردم بیان اینجا همین ماجرایی بود که در تلویزیون مردم وقتی آقای مینویی برنامه داشتن، شما یه چیزی نوشتید و من گفتم که شما شوخی میکنید یا واقعا دیگه به این نتیجه رسیدید که یه نفر باید بلند شه بره تا به اصطلاح آب از آب تکون بخوره و الا همینجوری هی شعار بدن و اینا، هیچی شعار میدن و پای کامپیوتر میشینه، بعدم میگه آره موقع شام با برم شام بخورم، موقع مشروب با برم مشروب بخورم الی آخر. شما گفتید نه، من خیلی هم جدی میگم. و در رابطه با این ماجرای حرکت چهارشنبه سوری و اون قاشق زدن و صدا در آوردن،
شما به عمد گفتید طرفداران شاه طلبه ها، یا منظورتون شاه طلبه ها بود؟ چون وقتی میگید شاه طلبه ها یعنی اینها هم مثل همون بچه ها. مینم لبخند داریم زنیم. مینم بله، این اولین بار بود که من کلمه شاه طلبه رو شنیدم. یعنی شما میخواد بگید اینها هم بله بچه آخونده هستن؟ بله بفرمایید. بالاخره هر روز ما این سیدی آنید. البته من به اینها نمیگم شاه طلبه، چون شاه واژه دیگری است، معنی خودش رو داره. در قاموس فرهنگی ما پادشاه هست نه شاه، منتها سلطنت طلبه در حقیقت، و طلبه هم به همون معنای طلبگی. اینا البته در عرض چند هفته گذشته یاد گرفتن که دست از فحاشی بردارن و قبول کردن که بچه های مؤدبی بشن و احترام رو تا اندازه‌ای که میتونن قائل بشن، ولی اونم به اصطلاح حدوداً چند هفته بیشتر طول نمی‌کشه. وقتی دیدن دستشون به جایی بند نیست، از دوباره شروع میکنن به فحاشی، چون از کوزه اینها همون قرون تناوب که در روز. در هر صورت مسئله بر سر این است که این یک حرکت سمبولیک هست. اگر یادتون باشه در انقلاب 57 مردم میامدن روی پشت بون و صدای الله اکبر سر میدادن، و به نظر ما این صدا صدای بیگانه است. برای اینکه صدای خودی و ایرانی در بیاد، ما با یک همچین برنامه اومدیم جلو، و بیشتر تلاش در این است که تنین این آوا صدای گرسنگان رو به همدیگه برسونه، چون اگر این آخوندها گوش داشتن کار به اینجا نمی‌کشید. با اجازه شما اگر موافق باشید من اون مقاله رو که تهیه کردم میخونم، بعد هر صحبتی باشه در خدمت. قبل از اینکه به مقاله شما برسیم، آقای فرخ میپرسن پس چرا میگی، شما چرا میگویید انقلاب مردمی؟ خب ایشون باور داره که انقلاب مردمی بوده، خودش داره شرکت کرده. بله، ولی شما بفرمایید این سوال ایشون اینه که شما چرا میگویید انقلاب مردمی؟ نمیفهمم. این انقلاب انقلابیست مردمی، چون مردم ایران مردم ارزشمندی هستند، مردم مبارزی هستند، مردم مورد احترامی هستند، و خواسته های اونها با خواسته های چند آخوند و دست نشانده اجنبی هیچ ربطی نداره. اینها همون مردمی هستند که ما امروز یقشون رو چسبیدیم و میگیم آقا علارغم این همه ظلم چرا بیرون نمیایید. بنابراین وقتی اومدن بیرون امروز و همه مثل درست مانند 1357 به خیابون ها ریختن، اما انقلابشون با ندانم کاری به شکست انجامید، کسی نمیتونه بگه که انقلاب اینها مردمی نبوده. بنابراین انقلاب اینها مردمی بود، ما هم در اون بودیم، ما هم با مردم بودیم. منتها من یادم هست در بحبوحه تظاهرات در بوشهر، یادم هست که درگیری سنگین شده بود با به اصطلاح پادگان تکابرها، یک تعدادی دار میزدن انقلاب پیروز شد، یک اعتقاد می‌زدن که انقلاب در راه است، ما هم می‌گفتیم انقلاب پیروز است. یعنی که آقا هنوز نشده مگر آنکه قدرت به دست مردم بیفته. مادامی که این قدرت به دست مردم نیفته، انقلاب پیروز است، و این انقلاب هر ده بارم که نیاز باشه بایستی تکرار بشه تا به پیروزی برسه، و شکی در مردم بودن اون من ندارم. حالا این همه خیلی میلیونی مردمی توی خیابون اومدن، خواسته های به حق داشتن، ما میتونیم بگیم که اینا مردمی نبوده؟ بر چه اساسی؟ نمیتونیم بگیم. آخه ما اینجا یه مجری تلویزیون داشتیم به نام آقای کامران عطابکی که یه مدت هم خودش رو نامزد ریاست جمهوری در ایران کرده بود. ایشون ادعا میکرد که اینها مردم ایران نبودن، بلکه فلسطینی ها بودند که آمدن در میدان ژاله. حالا ببینید چقدر احمقانه، آمدن در میدان ژاله در خیابان، لباس هاشون رو عوض کردن، اون لباس های عربی و دشتاشو و فلان رو درآوردن، لباس های سربازای ایرانی رو پوشیدن و به مردم حمله کردن. ضمن این که ما اینجا سرهنگ سرشار رو داریم از شهربانی ایران، از شهربانی تهران، که میگه ارتش میگه اول شاه اشتباه کرد که ارتش رو آورد رو مردم. اگه شهربانی رو میذاشت، شهربانی مردم رو میشناخت و همچین کشتاری نمیشد. یعنی به این دلیله که اینها باور دارن که اینو فلسطینی ها انجام دادن، و من واقعا نمیفهمم
اینها چجوری اون همه جمعیت رو ندیدم. من خودم تو حکومت نظامی بودم و لرزه به جون ما میافتاد وقتی که این گروه ها حرکت میکردن، از جنوب شیراز را میافتادن میمدن بالا، از شمال شیراز را میافتادن به مرکز شهر، از این مسجد به اون مسجد و الی آخر. در صورت نظرات میتونن مخالف به اصطلاح مختلف باشن و ما خوشحالیم آقا فرخ هم بیاد نظر خودش رو بگه و دید خودش رو از انقلاب برای ما تعریف کنه. من دیگه ساکت میشم، شما اون مقاله رو بخونید. بفرمایید. ببینید، شکست انقلاب یک چیز هست، مردمی بودن و نامردمی بودنش یک چیز هست. اگر ما از گذشته درس نگیریم، هنوز در گذشته های نامفهوم گیر میکنیم و قدم به جلو نمیذاریم. هدف ما در اینجا همین است که چه باید کرد رو روشن کنیم، آینده رو روشن کنه. ولی من در انقلاب بودم و در همون تهران و میدان ژالهم شرکت کردم و سربازهایی رو که اون طرف پای خط وایساده بودن کسانی بودن که با بعضی از اونها هم خدمت کرده بودم در بازگان ونک. و از قبل از انقلاب، یک سال قبل از اینی که به اصطلاح انقلاب به پیروزی برسه، به اصطلاح به پیروزی که نرسید، به دست اینها دزدیده و ربوده شد، می اومدن به اصطلاح جمع می‌کردن همه رو با لباس به اصطلاح شخصی، زنجیر و قمه و نمیدونم چوب و چماق و اینها میدادن و اینها رو راه میداختن، سوار میکردن همون ارتش، سوار میکردن مورد بین مردم تقسیم میکرد که توی سر مردم بکوبن. این چه حرفیه؟ همون کسایی که اون طرف خیابون میدون جاده اسلحه میکشیدن و تیر بندازی به سوی مردم کردن، همون سربازای خود ما ایرانی بودن. هیچ شکی من در این ندارم، چون با چشم خودم دیدم. من انسان رو دیدم که سرش رو با گلوله زده بودن، نصف سر رفته بود، اون سربازان همش ایرانی بود. اینا همش شوخی. اینی که در آینده این رژیم بره از خارج، از جایی که کمک کرده نیرو بیاره، اون بحث دیگه است. ولی اگر اجازه بدید برم سر اصل مطلب. بفرمایید. این یه مقاله است که قبلا نوشتم، در سایت وبسایت خود من هم هست، در فیسبوک هم هست و پیامی است به آقای خامنه‌ای. نه اینکه ایشون به این پیام ها گوش میده، این پیام در حقیقت به هموطنان هم هست. آقای علی خامنه‌ای، دامت نابود. اینها همیشه میگن دامت برکاتو، توی سرشون بخوره. آقای علی خامنه‌ای، دامت نابود. شکی نبوده و نه هست که شما من جمله خمینی فریبکار، مهره ها و بازیچه های اجنبی بوده هستید و خواهید ماند. آنچرا که شاه نتوانست بکشد و نکشت و نتوانست بفروشد و نفروخت، شما کشتی و غارت کردید. اربابان شما اینک در پی بیرون آوردن یک ترشی انداخته دیگر برای دوباره دزدیدن انقلاب مردم ایران است. این بار مجاهدین ایران فروش، خیلی ممکنه اعتراض کنند، و ولی عهد حاج رضا پهلوی را در ترشی تاریخ ایران خواباندند تا باری دیگر کلاهی دیگر را بر سر مردم ایران بگذارند. هیچ کس به اندازه شما بر این امر واقف نیست. چرا؟ چون شما از بطن همین گونه کلاهبرداری ها نور کردید و میدانید از آخر چه کسانی یونجه خیانت به مردم ایران را نوشجان می کنید. 40 سالیست که بر گرده مردم ایران سوار و در چپاول مال و ناموس مردم یک از دیگری پیشی گرفته اید. دزدی های کلان شما نشانه باور عمیقتان به نابودی شماست. با اندوختن این دزدی ها راه به جایی نخواهید برد، چون در هر کجای دنیا، صدای من میاد؟ بله بله بله. چون در هر کجای دنیا که پنهان شوید، هم شما و هم اربابانتان را به دادگاه تاریخی مردم ایران کشانده و در جهان آبروی رفته شما را بیشتر میبرید. یک قران از دزدی‌هایتان را به حساب نخواهیم گذاشت. بیشک از شما نکته مهم این هست، وقتی میگن انقلاب مردمی بود یا نبود، نکته مهم این هست، بیشک از شما بی‌سوادتر و نالایق‌تر نبود که به همت و یاری دشمنان ایران بر مسند قدرت بنشینید. شما همان ترشی انداخته های اجنبی هستید
که همانند مجاهدین خلقتان در سرکه خوابیده بودید تا انقلاب مردم آزادی خواه ایران را در بزنگاه تاریخ بدزدید. حقا که در حفظ آداب و رسوم و باورهایتان فرزندی پدران تجاوزکار خود را ثابت کردید. 40 سال است از حکومت نالایق و بیبخار شما می گذرد. خدمات خیانتبار شما بی سوادان شرافت ندار به اربابان و پردازان اجنبیتان پر است از دربدر کردن مغزهای ایرانی، بی خانمان کردن فرزندان و کودکان ایرانی و به باز دادن اندوخته های مالی و فکری مردم ایران تا کاخهای اربابان اجنبی شما آبادتر و کوههای مردم ایران کوهتر گردند. اینک باری دیگر جای پای اربابانتان را دنبال می کنید تا با ایجاد تفرقه مردم ایران را به جان یکدیگر انداخته و مالشان را در روز روشن دزدیده و تصاحب کنید. دیروز سنی را پیش می کشیدید، امروز زرتشتی را علم کرده اید، فردا کس دیگری را جلو می کشید. از گدا گشنه جز این انتظاری نیست، چون از کوزه وی همان تراوت که در اوست. کاملا روشن است که سکوت شما یعنی آقای خامنه‌ای و رهبری در برابر اعتراضات مالباختگان تأکیدی بر یک دزدی رهبری شده و هدایت شده توسط رهبری شما مهره اجنبی است. کاملا روشن است که سکوت شما در برابر دزدی های کلان رهبری شما در اندوختن مال و دزدیدن حق و حقوق فرزندان و کودکان ایران است تا در لحظه فرار به اندازه کافی بار خود را بسته باشید. اگر ننگتان می آمد که نوکری اجنبی نمی کردید، اگر ننگتان می آمد که مال بینوایان نمی دزدیدید، اگر ننگتان می آمد که با شکم سیر کودکان ایران را گرسنه رها نمی کردید، اگر سواد و شرف داشتید که به جای عربده کشان بی عرضه حسینی به درس و مشق و مدرسه کودکان ایران می رسیدید، اگر شرف و عرق مملکت داری داشتید که همانند رضا شاه نفت ایران را به باد نمی دادید، حق و حقوق ایران منابع نفت و گاز شمال انگلستان را به باد نمی دادید، ننگتان باد. آری در مهره اجنبی بودن شما و هر آن کس که حقوق مردم ایران را محترم نمی شمارد شکی نیست، چون در گفتار، کردار و اندیشه شما عملا نفع مردم ایران جایی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. می دانیم که در خفتگی نیز بیدارید تا از غارت مال و منال مردم عقب نیفتید. ما این رو هموطنان بایستی بگذاریم کنار این بحثی که همین چند روز پیش اتفاق افتاده که صندوق حقوق بازنشستگی مردم ایران رو اون رو هم میخوان تاراج کنن، یعنی که تاراج کردن سیرش نمونده، حالا میخوان اگر یک تحچیزی هم در اون مونده اون رو هم بردارن و ببرن و اینا همش پیغام این هست که زندگی اینها به پایان رسید. الان میپردازم به بخش دوم گفتم که در همین راستاست. ببینید این یک دور گردون هست، این دوری هست که از زمان انقلاب مشروطه شروع شده و دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین هست. سرزمین ایران سرزمین بسیار ثروتمندی هست، خاکش ارزش بسیار داره، منابعش ارزش بسیار داره، هیچ اجنبی مسلحی، هیچ به اصطلاح دشمنی حاضر نیست به همین سادگی این خاک رو به من تو پس بده. بنابراین علارغم انقلابات مردمی که ما میکنیم، علارغم بلند شدنهای مردمی، علارغم از جانفشانی هایی که ما میکنیم و اقوام ایران میکنند، همیشه باعث گوش چشم ما باز باشه چطور است که ما شکست میخوریم، این چرخ گردون به چه صورت کار میکنه، چطور است که انقلاب مشروطه میکنیم شکست میخوره، انقلاب به اصطلاح در 28 مرداد کودتا میشه، بعد شاه رو شکست میدیم دزدیده میشه،
الانم که میخوام بیام سر کار بایستی ببینیم چه کسایی اینها در ترشی خواباندن تا ما از دوباره شکست بخوریم. دور گردان فریب دادن مردم ایران و دزدیدن انقلاب و خیزش های مردم پایانی ندارد، مگر آن که ما ایرانی ها بیدار شویم و این بار خود کنترل مملکتمان را بر عهده بگیریم. انقلاب مشروطه 1905 تا 1911 با شرکت نیروهای مردمی، اقوام غیور ایران از سوار بختیاری ها، سردار اسد بختیاری، ستارخانها و باقرخانها، سولت الدوله ها و دیگر اقوام به کجا انجامید؟ نتیجه چه شد؟ آن قیام مردمی نبود؟ انقلاب مردمی نبود؟ علی‌رغم مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها، رضا قلدر بزدل، میگم بزدل چون پشت افسرهای خارجی جنگ میکرد با ایرانی، دست نشانده بیگانه بر تخت سلطنت نشانده شد. انقلاب مردم ایران با فریب دیوانه و خودفروشان داخلی از چنگ مردم ایران ربوده شد. ببینید، با فریب بیگانه و خودفروشان داخلی. بیگانه با پشتیبانی از پهلوی دست نشانده به قلع و قمع ارتش مردمی پرداخت، همون جور که آقای خمینی و خامنه‌ای با کمک اسلحه هایی که از خودشون که اسلحه ساز نیستن که از خارج آوردن به قلع و قمع هر مبارزی پرداختن. ارتشی که علی‌رغم کمبودهای نظامی، منظورم ارتش ایران هست، ارتش قبل از رضا شاه، ارتشی که ارتش مردمی، ارتش قومی که علی‌رغم کمبودهای نظامی همان بیگانه را در جنوب ایران بارها شکست داده بود را به دست رضا قلدر بزدل از میان برداشتند. رضا قلدر هر آن کس را که بر سر راه بیگانه ایستاده بود، نه سر راه خودش، رضا قلدر هر آن کس را که بر سر راه بیگانه ایستاده بود و یا آدمی بود که لیاقت ایستادگی داشت را سرکوب و قلقم میکرد و صحنه ایران را تا آنجا که توانست بی سر و پناه رها کرد. این خیلی جالبه. انقلاب 1357 درست کپی همون هست. شاه هر کسی رو که سرش به تنش می‌ارزید، حتی یک جوجه‌ای رو که امکان داشت صداش در بیاد، در برابر جوخه اعدام گذاشت. ولی خامنه‌ای و بازرگان و هزار تا از همین هایی که بعدم رهبری ایران رو به دست گرفتن، همه در به اصطلاح زندان‌ها به عیش و نوش، حالا من عیش و نوش مثال می‌زنم، ولی همه اینها از زندان آزاد اومدن بیرون و کشور رو به دست گرفتن. این که به دست گرفت، چجور امکان داره خمینی با اون همه برخورد آزاد، آخوند با اون همه به اصطلاح عقب ماندگی عربده بکشه، بعد هر جوان ایرانی که میخواد صحبت بکنه ایشون باید بگیره یا شکنجهش بده یا نمیدونم از فرانجهش آویزونش کنه یا جلوی جوخه اعدام بذارتش؟ اینها همه معنی داره دوستان. رضا قلدر هر آن کس را که بر سر بیگانه ایستاده بود و یا آدمی بود که لیاقت ایستادگی داشت را سرکوب و قلقم کرد و صحنه ایران را تا آنجا که توانست بی سر و پناه رها کرد. تا بدانجا که ارتش نوین، همه صحبت میکنن سلطنت طلبه ها که ارتش ما ارتش نوین بی ایجاد کرده، اما همین ارتش نوین و توخالی نتوانست 24 ساعت در برابر مهاجمین بیگانه طاقت بیاورد. دقت کنید، ارتش اقوامی ایران با اسلحه های عقب مانده در تاریخ ایران ثبت شده، بارها اجنبی رو در فارس شکست دادن، اینها نوشته شده. البته کسی امروز خبر نداره چون تاریخ رو پهلوی ها نوشتن. و ارتشی که ایشون ایجاد کرد 24 ساعت نتونست طاقت بیاره. دیگر از آنانی که دل و شجاعت ایستادن داشتن خبری نبود، چون در زندان ها و سیاه چالهای ساخت اجنبی و به نگهبانی رضا قلدر بزدل به هلاکت رسیده بودند. و زمانی که چشم و گوش مردم به خیانت پهلوی ها باز شد و مصادف با جنگ جهانی که بیگانه به سرزمین ما تاخت،
ایشان را با حقوق بازنشستگی به قصری دورادور فرستاد، اما چپاول ایران ادامه یافت. بیگانه این بار به پاس خدمات رضا قلدر، فرزندش حاج محمد رضا پهلوی، یک کمربسته دیگر را به نوکری گماشت. اما دیری نپایید که دست این نوکر اجنبی نیز رو شد. اندی پس از انقلاب مشروطه در 28 مرداد، همان گونه که همه می‌دانیم 1332، ایشان با کودتا بر علیه مردم بار دیگر با دخالت بیگانه نظام استبدادی را ادامه داد و حیات تازه یافت. حاج محمد رضا پهلوی نیز همانند پدر و به دستور اربابان اجنبیش همانند پدر تا آنجا که توانست کشت و به زندان انداخت و شکنجه کرد. اونیز همانند پدر دست نشاندهش هر گران کس را که می توانست و لیاقت داشت از پای انداخت، بجز کسانی که بود نبودشان به حال مردم ایران تأثیر مثبتی نمی توانست داشته باشد. و اما مبارزه مردم ایران نه تنها از حرکت باز نایستاد، بلکه به گونه های متفاوتی ادامه یافت، تا بدانجا که پایه های حکومت دست نشانده حاج محمد رضا را در بهمن 57 با قیام مردمی در هم کوبید و به سلطه این مردم فروشان پایان داد. نکته مهم اینجاست: و اما ترفندهای اجنبی و خودفروشان داخلی نیز پهلو به پهلوی مبارزات بر حق مردم به پیش می رفت. ترفندهای اجنبی و خودفروشان داخلی نیز پهلو به پهلوی مبارزات بر حق مردمی به پیش می رفت. آنچه اجنبی و خودفروشان در زمان زمامداری نوکر خود حاج محمد رضا پیاده کرده بودند، ماهرانه تر و آگاهانه تر از قیام مردمی در دامی از پیش ترتیب داده شده آماده ربودن انقلاب بود. ببینید، ما در ایران نشستیم داریم انقلاب میکنیم، کتاب خواندن کتاب رو بر ما بسته، آزادی بیان رو بر ما بسته، احزاب رو بسته، هر چیزی که خودش خواسته باز گذاشته، مسجد رو باز گذاشته که آخوند بیاد عربده بکشه. بعد سیستم بسیار پیچیده بیگانه که میلیون ها دلار پول نفت و غیره رو و منابع ایران رو داره هر روز میبره و میخوره، اونها نشستن و برنامه آینده رو برای ماها میگذارن. اون وقت انتظار دارید که انقلاب ایران ربوده نشه؟ مسلمان میشه. این بار نیز ما مردم ایران فریب بیرنگ دیگری خوردیم. این بار بیگانه با رو کردن برگ عقب مانده هایی چون آخوندهای شاه پرورده و حقوق بگیر از شاه را در ترشی نیرنگ خوابانده تا به خورد ما مردم ایران دهند و در این راه بار دیگر پیروز شدند. پیروزی از اونها بود، اما انقلاب مردمی بود. با به کار آوردن واپسگراترین عقب مانده ترین حکومت نوین چاره‌ای برای بقا نداشت مگر آنکه به دست بوسی بیگانه رود. من بارها شنیدم که میگن این آخوندها خیلی زرنگ هستن. اگر این آخوندها زرنگ بودن میدونستن یک چیز علمی بسازن. خیر، میرن میفروشن میخرن از بیگانه‌ای که خودش اینها رو سر کار گذاشته که بیان ازش خرید کنن، بعد به سر مردم میکوبن. رژیم انقلاب جز آخوند با به کار گرفتن سواک و با همکاری اطلاعات و نیروهای امنیتی بیگانه، من در ارتش خدمت کردم، کی میتونه بیاد به من بگه که آخوند بی سواد میتونست رصد انقلابی ها رو به اون سنگینی که داشت بزنه، مگر اینکه خودفروشی بغل دستش، سواکی بغل دستش و بیگانه در کمک بهش همکاری میکرد. و از اونجا که کاری فنی از دستشان بر نمی آمد، ناچار به چشم دوختن به دستان بیگانه، همون اربابان رژیم گذاشته شدند. اکنون 40 سال از انقلاب مردمی 57 می گذرد و ما مردم ایران باری دیگر، حواستون باشه هموطنان،
انقلاب مردمی. اگر مردم قابلیت انقلاب مردمی ندارن، نخواهد ازشون که بیان بیرون. من اعتقاد دارم که این انقلاب انقلاب مردمی بود و این هم که الان داره اتفاق میفته انقلاب مردمی خواهد بود و مردم هم بیرون خواهند آمد. اکنون 40 سال از انقلاب مردمی 57 میگذرد و ما مردم ایران بار دیگر برای نان، مسکن و آزادی در تلاشیم. دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین پایانی ندارد و اجنبی مانده است که این بار چه ترفندی به کار گیرد. اینی که ما چه باید کنیم که بتونیم پیروز بشیم در همین ها نهفته است. بار دیگر واپسگرایان آخوندی، این مارزاده های پدر تاجدارشان حاج محمد رضا پهلوی، هر آن کس را که لیاقت داشت سرکوب و قلع و قمع کردند تا سری نماند که سودای رهبری کند. چه جالب هست زمان حاج چه میگم اون رضا قلدر بزدل، زمان حاج محمد رضا و زمان همین ها تا آتری که داره پیاده میشه درست کپی هم دیگه است. اما همانند پدر تاجدارشان و به دستور اجنبی و با سیاست از پیش تنظیم شده بیگانه به قهرمان سازی پرداختند تا لحظه موعود جای خود را با وطن فروش دیگری تعویض کنند. این هست که چشم و گوش ما بایستی باز بشه. اگر پدر من فردا اومد و گفت که من میخوام ایران را آزاد و آباد بکنم، بایستی با شک و تردید بهش نگریست. اما راه چاره چیست؟ و این دوره گردانه دارد. پرسش این است هموطن، در کجای این چرخ گردون و با چه صلاح و ترفندی بتوانیم کنترل انقلاب ایران را خود به دست گیریم؟ چگونه حرکت کنیم که سرکوب و کشته شدن رهبران لایق ما را بدون راهبر نگذارد؟ دقت کنید از واژه رهبر استفاده نکردم، میگم راهبر. در گفتگوی بعدی به چگونگی حرکت و چه باید کرد خواهیم پرداخت. اما در کوتاه نظر شما را به مطالب زیر جلب می کنم. این بار سوال هست، این بار اجنبی چه کس و یا کسانی را در ترشی و سرکه خیانت به انقلاب و مردم ایران خوابانده؟ چه کسانی می توانند در لباس همدینی، هم مذهبی، لباس ریا بر تن، اما عملا نوکر و گماشته اجنبی باشد؟ چه کسانی با حرارت مثل من که الان با حرارت صحبت می کنم، چه کسانی با حرارت نظر به برخورد کینه‌توزانه با آزادی بیان مردم ایران دارند؟ خیلی جالبه، چرا چنین اشخاصی که اکثرا نیز در خارج زندگی می کنند آزادی بیان را برای اجنبی محترم اما ایرانی را لایق آزادی زبان و بیان نمی دانند؟ همشون میگن آقا ایرانی لیاقت نداره، ایرانی حق نداره بیاد، این دموکراسی سرش نمیشه. اگر نمیشد که در انقلاب مشروطه یک آخوند رو میاندازی که مذهبی بودن سردسته آخوندها رو به دار کشیدن. چرا مبارزه ایران و ایرانی محدود شده به جنگ بین سلطنت طلبه ها و اینکه مصدق درست بود یا نبود؟ چرا جوان ایرانی از مبارزات اقوام ایرانی و شکست هایی که آنها به اجنبی وارد آوردن بیخبر است؟ چرا جوان ایرانی از شریک و مجاهد خبر دارد اما از مبارزه رزمندگان اقوام که بیشتر از این سازمان ها کشته دادند و در راه ایران جان سپردن بیخبر است؟ چه کسی تاریخ ایران نوشته است؟ رضا قلدر بزدل، حاج محمد رضا، حاج پسر رضا، خمینی، خامنه‌ای دستور بگیر، یا اجنبی کتاب چاپ کن؟ چگونه میتوان و چه باید کرد تا حتی با مرگ رهبران ما بتوانیم به پیروزی دست یابیم؟ آنها که مدعی دفاع از حقوق ما مردم ایران هستند
چرا وقتی به حقوق ما میرسد خفه خون میگیرند؟ میگید آقا حقوق مردم ایران این هست، میگن الان وقتش نیست. میگیم آقا حق مردم ایران این هست که آزادی بیان، آزادی نمیدونم مذهب، آزادی ایده، حق و حقوق زندگی، مسکن، نان، میگن الان وقت اینها نیست. در حال حاضر فقط بایست نیرو رو گذاشت روی این که ما اینها رو بیرون کنیم. وقتی اومدیم سر کار میخوایم که نیاد سر کار. شما کی هستید که بیاد سر کار؟ ما مردم ایران بایستی بیام سر کار و من هم خودم رو از مردم ایران حساب میکنم. هر کجا که هستم پیروزی و سربلندی ایران و ایرانی هم آرزوست. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از شما. آقای فرخ یه جا گفتن که من برادرم حکومت نظامی بوده و کسی رو نکشت. ما نگفتیم برادر شما کسی رو کشته. خب خود منم حکومت نظامی بودم، کسی رو که نکشتم هیچ، به خاطر اینکه با مردمم تازه در نیفتادم. وقتی میرفتم پادگان سربازا رو میدادم تحویل، به منم میگفتن برو خودت معرفی کن به زندان. ولی آقا فرخ شما یه سوالی کردید که سوال منم هست. میپرسن که آقای نیساری شما که این همه از ارتش میدونستید چرا به ارتش پیوستید؟ شما ارتشی بودید یا وظیفه بودید؟ من وظیفه بودم ولی خب توضیح میدم. خب میخوان اینو توضیح بدید تا ببینید. منم مثل خود شما آقای سوربی وظیفه بودم برای 2 سال خدمت. منتها اون موقع اگه یادتون باشه ما سپاه دانش داشتیم، سپاه نمیدونم ترویج آبادانی به اصطلاح داشتیم، سپاه دین رو هم که داشت راه مینداخت باز خوبتی به ما نخورد. و دوره آموزشی ما به ژاندارمری رفتیم و از بین به اصطلاح اون کسایی که رتبه های بالای دیپلم داشتن حدودا یه 20 نفر رو برداشتن برای آموزشگاه افسری در تهران و دانشکده افسری در تهران که به اصطلاح اون در دانشگاه مثل اینکه جنگ بود، چون من اونجا نبودم درست اطلاع ندارم، ولی در آموزش افسری ما رو بردن اونجا و کار ما دادن آموزش به اصطلاح اسلحه ها و چیزایی بود که یاد گرفته بودیم و ضمناً به اصطلاح تقریبا استادیار کسایی بودیم که خب فن بهتری داشتن و بالاتری داشتن. و این دوره خدمت 18 ماهه بعد از 6 ماه آموزشی من بود و بنابراین بایست انجام میدادم و در اونجا من متوجه شدم و دیدم که میان بچه ها رو جمع میکنن و میبرن. ولی ببینید این نکته بسیار جالبی است که هموطن ما اعلام کرده. درست حرف همینه. در زمانی که من در شیراز و بوشهر و جای دیگه درگیر بودم بارها من رو گرفتن و کردن توی به اصطلاح رفتنی جاندربی یا رفتنی به اصطلاح اداره آگاهی منطقه، ولی همونها من رو آزاد کرد. همونها. بنابراین همزمانی که ما کسانی رو داشتیم که چماق میگرفتن و جلو چشم خودم میدیدم و البته خب ما هم مبارزه میکردیم، نه اینکه ما رو بایست بدونیم نگاه میکردیم و با چما ارتشی بودن میدونستم ارتشی بودن با شما پسر ملت میکوبیدن، همزمان هم همونهایی بودن که در آگاهی و جای دیگه ماها رو آزاد میکردن که بیان بیرون و به انقلاب بپردازیم. ببینید در اون کسی که سردار اسعد بختیاری رو تحویل رضاش قلدر بزدل داد که بعد به اصطلاح کشته شدن سردار اسعد بختیاری انجامید، فکر میکنید کی بود؟ یکی از خود بختیاریان؟ برادر خودش بود. واه. این ماجرا رو توی قتل بختیارم شنیدیم و جالبه همیشه بین خودشون یکی هست که خیانت کنه. آفرین. ببینید بنابراین من تک کلامان بسر این هست، مادامی که خودفروش به اجنبی پوان نداده بود، اقوام اتحاد جنوب که تشکیل شده از اقوام بختیاری و قشقایی و کرد بود، در چند جنگ به اصطلاح تن به تن و خونین حکومت به اصطلاح ارتش انگلیس رو شکست دادن و اینها مجبور به فرار شدن. بعد خارج از استان فارس شدن، رفتن با کشتی چون راه دیگر نداشتن، حمله کردن به خرمشهر، اونجا هم ما شکستشون میدادیم. منتها بس در این است که چه کسی با اینها همکاری کرد. ما اگر خودفروش رو بشناسیم، ببینید اینها فهمیدن که ملت ایران ملتی غیور، ملتی وطن پرست، مردمی آزاده و محترم هستند. بنابراین بایستی بیان دشمن رو در لباس پاسبان، دشمن رو در لباس خودی، دشمن رو در لباس همدین، دشمن رو در لباس اون چیزی که برای حق اینها مبارزه میکنه وارد کنن، بعد شروع کنن به کشتن سردسته‌های به اصطلاح مبارز. بنابراین هموطن من نبایستی ناراحت بشه. نه، ما نظرمون اون این نبود که برادر ایشون کسی رو کشته، خیر، ولی
از ماست که بر ماست. اگر ما شناخت دقیق دوست و دشمن رو از هم شناخت بدیم، و این رو من دفعه بعد بیشتر صحبت میکنم روش، ما اگر بتونیم سنگ محکی پیدا کنیم که با استفاده از این سنگ محک بتونیم به هر چیزی بزنیم و درستی نادرستی طلای اون رو تشخیص بدیم، خیلی جلو افتادیم. بدبختی این است که تا به اون جایی میرسه که پای مردم به میان میاد و کاملا حس میکنید همه الان چندین بار اتفاق افتاده، تا اونجا میشه یک دفعه سرکله چریک، سرکله مجاهد، سرکله نمیدونم آقای محمد نوریزاد، سرکله اون تبرزاده است که نست که تبرخورده در افراد مشابه، همه اینا پیدا میشه. اصلا زندان ایران شده هتل، یعنی طرف بر میداره با فتوه نمیدن ملاقه و هرچ که هست میره صبح به هتل جلو اون زندانی های دیگه که بیچاره در بند اسیر هستن خودش رو زندانی نشون میده، شب میاد پلوی خانوادش میگیره میشینه به زندگی و چیزای دیگه‌اش میرسه. ما بایستی سیستمی رو جلو بگذاریم و سیستم هم هست، هموطنان من سیستم هست، ما بایستی سیستمی رو جلو بکشیم و مردم رو حول اون جمع کنیم که حتی اگر فردا اومدن تو سر بهترین رهبرای ما زدن، هنوز این انقلاب به نفع ما تموم بشه. ما باید خیلی احترام همدیگر رو بیشتر از این داشته باشیم، ولی حواسمون بایستی به خودفروش باشه. ببینید اگر ما کاری کنیم، چون خودفروش اگر حرکت میکنه حرکتش پژواک صدای ما باشه. چه جالب هست، خودفروش بایستی حرکتش پژواک صدای ما باشه. اون کسی که میاد به اسم من حزب این هستم، من حزب اون هستم، من عالی تر از همه شما میدونم، من نمیدونم دکتر فلانی هستم و سر از همه شما بیشتر سرم میشه، آقا پزشک احمدی پزشک بود، آمپول هوا به انقلابی ها میزد، این هم هست. اگر ما بتونیم اون سیستمی رو که من میگم، یعنی قوانین رو، قانون رو و خرد جمعی رو که حق و منافع مردم رو تضمین میکنه جلو بکشیم و اون رو راه بر انقلاب بکنیم، اون رو راه بر انقلاب بکنیم و شخص رو بذاریم کنار، مطمئن باشید به پیروزی میرسیم. چون اگر ضد انقلاب هم اومد جلو، بایستی تضمین بده اونها رو در حرکتش، در فعالیتش. شما دقت کنید، شما برید برنامه سلطنت طلبها رو بخونید، شما برید فردا برنامه مجاهدین رو بخونید، ببینید چقدر احمقانه و ذلیل و چقدر کوتاه‌فکر. ما میایم در انقلاب، ما میایم به محضی که انقلاب به پیروز رسید تلگرام رو در اختیار مردم میذاریم توی سرت بخوره. این تلگرام رو اگر ما استفاده نکنیم که ورشکست میشه. این به حرفا چیه؟ این شوخی ها چیه؟ آقای حاج رضا پسر یا حاج پسر رضا استرا، ایشون اومده اون، اگه یادتون باشه من در برنامه قبلا فرستاده بودم یک پای منشور یک پارچگی مردم ایران رو که درش ازش یکی از اصولش این بود که آقا تمام کسانی که در سیست رژیم های گذاشته من جمله خود حاج پسر رضا شرکت کردن بایستی حساب کتاب به مردم ایران پس بدن، بایستی بیان نامه بدن امضا کنن که آقا هر حساب کتابی که ما در هر جای دنیا داریم شما میتونید بهش رسیدگی کنید، در غیر این صورت حق شرکت نداره، برای که ایشون مال مردم دزدیده است. ما بایستی اینها رو پیش بکشیم که اگر اینها اومدن و پذیرفتن امضا انداختن، مال منالی رو که از مردم ایران دزدیدن بایستی پس بدن. اگه به همین شوخیه، حالا من برم بگم خیر آقا اینها رو بذارید کنار، فعلا ما چریکا رو بیاریم سر کار، نه فعلا بریم مجاهدین رو بیاریم سر کار. سالها پیش هموطنان گرامی، سالها پیش درست قبل از این که گروه سربداران باشی بیان جواب بدن در شمال ایران حرکت بکنه، اومدن گفتن که آقا ما داریم میریم جنگ کنیم شما نمیاید. گفتم آقا شما 10 نفر تفنگداری رو که میدونه برای چی داره میجنگه و چی میخواد و خواستش چی هست به من نشون بدید. شما اون برنامه رو که میذارید جلو که به مردم چی بدید چی ندید کجاست؟ میدونید چی گفتن؟ گفتن آقا ما ملا لغتی نیستیم، ما ملا کتابی نیستیم، الان وقتی کتاب خوندن نیست، الان وقتی نیست که بریم بجنگی. بجنگی برای چی؟ آقا رفتی جان دادی، جان نثار کردی، واقعا مبارزه کردی، حالا درست اومدن که تلویزیون زیر شکنجه یه حرفایی زدن، ولی جان دادن، ولی جان رو دادن و رفتن، ولی چه چیزی از خود باقی گذاشتن
که بچه هاشون، بچه های ما، جوان های امروز ایران ببینن که آقا برای چی مبارزه بود، برنامه چی بود، خواست اونها چی بود. اینه که برنامه، خواست و هدف، هدفمندی بایستی رهبر رو کنار گذاشت و خردمندی و خرد جمعی و حاکمیت قانون اینها رو پیش کشید و توضیح داد که آقا مفهوم هر کدوم چی است. هر کسی که به ملت ایران تضمین نده در زیر کاسهش نیم کاسه است. یک نفر به من میگه آقا این بحثا چیه؟ من نمیدونم، من متوجه نمیشم. گفتم آقا اگر شما متوجه نمیشی که گرسنه‌ای در ایران نبایستی باشه، یک کاسه زیر نیم کاسه است. چطور امکان داره وقتی میگم آقا هر کسی با حد کار داره، با اگه کار نداره بایستی حقوق داشته باشه؟ میگه آقا ما نمیتونیم همچین تضمین رو بدیم. بحث من این هست هموطن، در ایران، ایران مملکت فقیری شده، ایران مملکت بی آب و خاکی شده، ایران مملکت هیچی شده، ولی 80 میلیون در اونجا هستیم. یا همه با هم میخوریم یا همه با هم میمیریم. این حرفا چی که آقا نخیر بذار من بیام قدرت رو بگیرم، سفره‌های عریض و طویلم رو پهن کنم، با هواپیما نمیدونم درجه یک و اینها سفر کنم، با دیگران صحبت کنم. اون احمق هاش پسر رضا که میگه بیایید بگیرید بدید به من، من رو بکنید نماینده ایران در گفتگو و نوشتن قراردادها با شرکت‌های خارجی. احمد اگر یادتون باشه آقای سربی، اون روز دکتر احمدی بود، مثل این که یادم نمیاد اسمشون، احمدی را یا دکتر احمدی رو دعوت کرده بودید و من توضیح میدادم که در نیروگاه اتمی بوشهر، اونجا من کار میکردم یک مدتی، بودجه این به اصطلاح محل رسیده بود به 4 میلیارد مارک، بودجه اولیش 1.3 میلیارد مارک بود. دستگاه هایی که بایستی از خارج می آوردن که قیمتش یک چیزی نزدیک 12 میلیون بود، این آقای حاج پسر رضا و خانوادهش گفته بودن آقا بایستی کمیسیونی 90 میلیون یورو به اسمشون بریزید. آلمانی ها به ما می خندیدن. بعد حالا ما بیایم کنترل یک مملکتی رو در اختیار اینها بذاریم؟ خیر، بایستی با برنامه باشه. اون آقا هوشنگ امیر احمدی بود، دکتر هوشنگ امیر احمدی. بله بله. اجازه بدید که چون شما در رابطه با به اصطلاح حاکمیت قانون سخن گفتید، آقای امیر نعمت الله به انگلیسی نوشتن when we Iranian going to ask، به صورت سوالیه، کی ما سوال میکنیم که یه نفر بیاد قانون مند و قانونی یا خودمون قانون بشیم، به جای اینکه همیشه نگاه کنیم یا دنبال کسی باشیم که به ما به اصطلاح سود بیشتری بده یا زندگی بهتری برای ما تأمین کنه. درست همین حرفی که شما میزنید. ما و شما تو صحبتتون یه جا گفتید اینجوری نباشه که اگر یه نفر به عنوان یا رهبر یا فرمانده آمد و از بین رفت، دیگه تمام حرکت از بین بره. یعنی باید سیستماتیک باشه که اگر یه جا هم یه عیبی داشته باشه، اون قسمت‌های دیگه انجام بشه. بذارید من از این وقت استفاده کنم و با آقای فرخ یه چیزی رو در کار رادیو تلویزیون یاد بدم. ببینید، شما نمیتونید وقتی یه نفر داره با دلیل، منطق، تاریخ میگه که رضا خان قلدر بود، دزد بود، سوء استفاده کرد، شما بیای بگی برو به فلانی گوش بده ببین راجع به مصدق چی گفت. اولا خود اون آقایی که اسمش رو نوشتید، آقای فرخ، یه شخص نامتعادل دیوانه است که حالا بعد از سالها که توی هلند و آلمان و هر جا که هست خوش گذرونده، حالا آمده یه دفعه فیلش هوس هندوستان کرده و فکر کرده که بهترین کار برای که بتونه تلویزیون های مختلف باشه اینه که کاسلیس رضا پهلوی باشه. دوست عزیز، این رسم نیست که وقتی بین من و آقای نیساری برنامه هست، شما بیای از همون اول سر مخالفت، آقا چرا رفتی تو ارتش، شما که میدونستی اینجوریه. بابا طرف میگه من وظیفه بودم، ولی وقتی رفتم دیدم اینجوریه، به اندازه خودم هم فعالیت کردم. راجع به ایل بختیار میگن، برید بخونید ببینید اینا چه کار کردن، چه جوری نگه داشتن ایران رو. و شما میگی خب شما جز بیه که از اونا بودید. بابا این چی میگن، چوبت رو زمین بذار. این شعری هست آقای شجریان میخونه، تفنگت را زمین بذار. آقا فرخ، تفنگت را زمین بذار، یکم شما اگه میخوای اونا رو گوش بدی دیگه ما رو نمیخواد دعوت کنی، شما برو اونا رو گوش بده. مصدق دزد بود، خائن بود، دیپلمم نداشت،
ما دروغ میگیم، میگیم این اولین دکترای حقوق داشته. شما برو دنبال شاه که دکترای افتخاری بهش دادن، کسی که دیپلم هم نگرفته بود. آقا تا امروز یکی از این شاه ولایان نیومده این $1000 که ما جایزه گذاشتیم بگیره، دیپلم شاه رو به ما نشون بده در چه سالی از چه مدرسه ای. نکنید این کار، آقا زشته. آقای نیساری من از شما واقعا ممنون و متشکرم. و آقای مانی خورسندی، ایشون برادر آقای هادی خورسندی در کانادا، نوشتن که وقتی اولین مته به چاه نفت رسید در منطقه نفتی دریای شمال، انگلیس که 49% متعلق به ایران بود و انگلیس از شاه خواست که پولش را با سود پس بگیرد و شراکت را به هم بزند، شاه نپذیرفت، گور خودش را کند. مدارکش در سفارت ایران در دبی بود با امضایش سفیر معزول شده در سال 59 نشانمان داد. شرط آمدن خمینی و پشتیبانی انگلیس از حکومت آخوندها باطل کردن قرارداد بود که سالها اول کردن یا ول کردن گور پدر سلطنت و شاه، ولی این حقیقت داره. در صورت ممنون و متشکرم. خانم نیر قربانی ایروانی هم از آلمان با ما هستن، سلام و روز بخیر میگن، منم بهشون سلام میکنم، سال خوبی براشون آرزو میکنم، همچنین برای شما. در مورد این ماجرای چاه نفت و اینها شما صحبتی دارید آقای نیساری؟ این جریان نفت به این صورت بود که مقداری از صحبتهایی که ایشون میکنن شاید درست باشه، البته من اطلاع ندارم، ولی مسلمان درگیری های بوده چون اختلاف همه جا هست. بالاخره اونا میخوان تا اونجایی که میتونن ایران رو بدزدن و بچاپن. حالا مسئله این است که چطور است که فیل شاه یاد هندوستان فقط همون زمانی که میخواستن بیرونش بکنن افتاده. اگر یادتون باشه آقای هوشنگ امیر احمدی وقتی من صحبت میکردم در رابطه با پولهایی که علکی خرج میکردن، ایشون هم تصدیق کردن که در 3 سال آخری که شاه بود دست بستر این بود که آقا هر چی میتونید این پولها رو خرج کنید، باید همش بره. یکی در بیاد بگه مرتی که عوضی، حالا هر چی که هستی اسمش با هر نمیدونم مقامی که هستی، پول مملکت هر جا که هست بایستی بره، هر تونستی به هر دری بزنید، حتی اگر شما اینا همش برمیگرده به اینی که دستور بده ایشون کسی دیگری بود، ایشون خودش نمیتونست تصمیم بگیره. ایشون هیچ بعضی وقتا میگن که آقا ای کاش شاه این کار رو میکرد. از شاه و یک حکومت دست نشانده هیچ همچین کارهایی بر نمیاد. رضا قلدر نمیتونست خط آهن ایران رو از شرق به غرب بکشه، چون تنها مسیری که در اختیارش بود این بود و دستوری که گرفته بود، این بایستی از مسیر نفت گتساران و مسجد سلیمان و دیگر مناطق رد بشه که به جای حلب روی نمیدونم پشت گاری و پشت کامیون گذاشتن، بتونن با قطار به مقدار بسیار زیاد و سریعتر هم کنن. ضمناً غرب نقشه کشیده بود که به اصطلاح به خاطر انقلابهایی که در روسیه صورت میگرفت لشکرکشی کنه و یک جناحی رو تشکیل بده که از اون طرف آلمان و از این طرف اینا حمله کنن. حالا هر کس به هم خورده، همه چیز به هم خورد، ولی رضا شاه اجازه نداشت. اما در قانون نفتی که با ایران بست بودیم قرار بود که دولت انگلستان تمام به اصطلاح دهات و شهرهای ایران رو از طریق راه به هم وصل کنه که نکرد. اون وقت آقا رضا قلدر رفته مالیات بسته روی قند و شکر که آقا بیاد پول این به اصطلاح قطاری رو که غرب میخواد ازش استفاده کنه و برای مسافر کشیم نیست، شما مردم ایران بدید. ببینید چقدر پست، چقدر خار و خفی که همچین غلطایی کرده. و من میگن آقا رضا شاه پدر ایران نوعی هست. خیلی آقا رضا شاه پدر ایران نوعی نیست، یکی از خائن‌ترین افراد در مملکت ایران هست. حالا نره یک مسئله جالبی رو من میخوام اینجا توضیح بدم. ببینید بیایید فکر کنیم برای چند لحظه که صحبت این هموطن ما در رابطه با رضا شاه درست. بگذارید برای چند لحظه فکر کنیم که صحبت اونهایی که با مصدق هستن درسته، صحبت اونهایی که بر علیه مصدق هستن درسته. سؤال من از تاریخ ایران از حاج محمد رضا پهلوی این هست که چطور هست که آخوند عربده کش بر سر هر کوی برزنی میتونست
عربده بکشه، داد حسین حسن رو افندازه. ولی من جوان ایرانی تاریخ، منظورم من خودی نیستم، من جوان ایرانی تاریخ ایران رو نمیشناختم و به دام خمینی افتادم. چطور هست که این خمینی جلاد احمق با اون کتابش بچه بازی و نمیدونم تجاوز به عنف و مال و ناموس مردم درش نوشته شده، آقای شاه اینها رو چند هزار چاپ میکرد؟ آقا در دانشگاه، در چاپخانه دانشگاه، در چاپخانه دانشگاه به اصطلاح افسری این کتابا رو اونجا چاپ میکردن، من خودم با چشم خودم دیدم اینا چاپ میکرد، پخش میکرد. ولی من جوان ایرانی در اون زمان خبر نداشتم از تاریخ ایران. کی من رو به دست اینها گذاشت، در دست اینها انداخت؟ پدر من، مادر من، بقال سر کوچه، نمیدونم چه کسی به جز همین سیستم و سیستم. خب بنابراین هموطن من، مادامی که آزادی در ایران نباشه، مادامی که احترام به دموکراسی و حق بیان و احترام به هموطنت نباشه، حالا میخواد این احترام من به تو باشه، میخواد احترام تو به من باشه، مادامی که این نباشه، تاریخ ایران رو سرکوبگران مینویسن. چون من و تو انقدر با هم در جنگیم که حال و سلی تاریخ نوشتن نداریم. من تاریخ رو ثبت میکنم با مبارزم بر علیه تو، و تو داری داد میزنی و فرهنگ غرب بیگانه و این دست نشانده رو بخوای تاج سر من بکنی. مثال میزنم ها. بنابراین سوال در اینه، مصدق درست بود یا شاه درست بود؟ بحث من این نیست. بکشین بیرون از این بحث ها، بحث این هست که آقا کدام سیستم در درون ایران، چه حاکمی، چه حکومتی، چه نوع قانونی در ایران این آموزش رو به فرزندان ما داد که فرزند ایرانی همانند فرزندان کشورهای دیگر برای خودش آقایی باشه. تو این رو میگی، در میان میگن آقا جون ایرانی در قد و یارا و توانایی نیست که بتونه آقا باشه. مردم عزیز من، هموطنان نگرامی من، دهاتی های ما، آقای سربی خودشون شیراز زیاد گشتن این برابر، دهاتی های ما امپراتوری رو انداختن. این حرفا چیه؟ کدام یک از شهری ها در امپراتوری ایران شرکت داشت؟ شهری نبود. این صحبت ها که ایرانی ها نمیدونم خر هستن، نفهم هستن، احمق هستن، ندانستی، این خیلی اینا نیست. پدر یک خانواده آینده یک ایران رو میسازه، یک خانواده رو میسازه. پدر یک خانواده با پدری و با نگاهداری از بچه هاش آینده اونها رو تضمین میکنه، نه اینکه به دست شغال و نمیدونم هر نه من غریبی بسپاره. باید از این دید نگاه کنیم، ما مسئولیم. امروز داد رضا حضور رو بزنید، امروز داد نمیدونم حاج محمد رضا و حاج پسر رو بزنید، در حقیقت آینده فرزندان خودتون رو گیر انداختید. شما حساب کن هموطن من، تویی که با من مخالف هستی، تویی که با من مخالف هستی و فکر میکنی من اشتباه میکنم، آیا من سیاست دوران رضا شاه رو تعیین کردم؟ آیا من سیاست دوران حاج محمد رضا شاه رو تعیین کردم؟ خیر اونها کردن که الان ما گیر آخوند افتادیم. من ایرانی توی خیابون مثال میزنم، نه من از این غلطا نکردم، من ایرانی توی خیابون وقتی داد میزنم یا خمینی یا نمیدونم فلان، از نطفه مادر که زاده شدم اسم خمینی آوردم. این حرف خمینی و این نمیدونم فلان این چیزها رو کی در زبان من گذاشت؟ چه کسی در دبستان و دبیرستان خصوصی که پدر مادر من پول میدادن واسه این که من برم تحصیل بکنم، چه کسی آمده بود و کلاس قرآن صبحگاهی برای ما گذاشته بود و میگفت آقا صبح ساعت 6 تا 9 بیاید با باهایی ها نمیدونم صحبت بکنید، نمیدونم صبح ساعت 6 تا 9 بیاید باید قرآن بخونید. این حرفا چیه؟ بعد هم کلاسی من رو گرفته بودن از کتابخونه توی باغ ملی بود، آقای سوربی اگه یادتون باشه یه کتابخونه اونجا بود. بله بله، کتابخونه باغ ملی خود سیستم حکومتی ایشون رو گرفته بودن با یک کتاب که در رابطه با اقتصاد صحبت میکرد که آقا شما 15 سال بیشتر نیست کتاب اقتصاد بشه درد میخوره، چه این جریان کجا باب میخوره؟ بریم ببینم. 4 ماه ایشون رو در سواد شیراز پدرش در آورده بودن، اومده بیرون اصلا ما رو نمیشناخت. چه کسی این بساط رو انداخته؟ آقای نیساری از شما بسیار ممنونم، امیدوارم در سال جدید بیشتر شما رو داشته باشیم و برنامه های
بیشتری بتونیم از وجود شما استفاده کنیم. از دوستان هم میخوام که اگر درباره صحبت‌های شما به اصطلاح موضوعی هست یا اعتراضی هست یا سوالی هست، با این صفحه شما که دارم نشون میدم فرزاد نیساری تماس بگیرن. ها و نمیدونم دیگه راه ارتباط بهتر از فیسبوک ما نداریم این روزا، از ایمیل هم سریعتر و تندتر است. در هر صورت بازم از شما ممنونم، متشکرم که با ما بودید. دو تا نکته شما گفتید خیلی جالب بود. یکی این که آخوندها که نمیتونستن به تنهایی حریف مردم شوند، به همین جهت از ساواکی‌های سابق کمک گرفتن و ما میدونیم که این کار کردن وقتی آمدن، حتی بعدن فردوس هم وقتی پیدا کردن باشون همکاری کرد و اینها، و این خیلی جالب بود. ضمناً شما خودتون بختیاری هستید دیگه نه؟ نه من قشقایی، از ایل قشقایی هستم. قشقایی هستید، بله. خیلی ممنون. ای کاش دوستانی که با اون ماجرای ملوک و طوایفی اشکال دارن برن از خودشون سوال کنن چرا مملکت ما یه جوری باشه که یک قبیله‌ای، یک قومی مجبور بشه بیاد راهزنی کنه که امورش بگذره. ما بعد از حتی دوره، یعنی دوره شاه که بودن، هیچ، حتی دوره انقلاب هم ما داشتیم افرادی توی مردش بهشون میگفتن سید گاوباز، که اینا هنوز میمدن گاو اینو اونو میدزدیدن برای که اموراتشون بگذره. و آقای نیساری خیلی قشنگ گفت پدر خانواده مسئوله. شمایی که میگید پدر تاجدار ما، این تاج را از سرش بر میداشتید، بهش مسئولیت میدادید و ازش مسئولیت میخواستید. این برنامه رو پی میگیریم. آقای نیساری خیلی ممنون، اگه صحبت دارید بفرمایید، من ساکت میشم. اگه نه از تو خداحافظی کنیم و بهترین حال براتون آرزو کنیم در سال 1398. بفرمایید. من سپاسگزارم. فقط یه صحبت کوتاه در رابطه با ملوک و طوایفی. ببینید اقوام ایرانی از جنوب، از شرق، از غرب و از شمال به تهران ریختن که مشروطه رو در ایران، پایان ملوک و طوایفی، آغاز حاکمیت جمعی و خرد جمعی و حاکمیت قانون رو پایه‌گذار بشن. تمام خانها و سرداران این اقوام دور هم جمع شدن که در یک مجلس شورایی با همدیگه بتونن آینده ایران رو بسازن. جان دادن و این آقا حاج رضا قلدر بود که به اینها تاخت و نمیدونم نسب دزد و نمیدونم خانخانی و غیر و اینها به اینها داده. تاریخ ما این است و این رو بیشتر دفعه بعد توضیح میدیم. بله، توی کاشان سال نو رو، فرارستن سال نو رو به همه هموطنانم شاد باش میگم. یاد گرسنگان رو از یاد نبریم. این خیزش گرسنگان رو در شب چهارشنبه سوری با صدای هرچی بلندتر به پژواک درآوریم و لطف کنید به فیسبوک من مراجعه کنید، در اونجا اطلاعاتی بیشتر رو میتونید جمع کنید. خیلی ممنونم. اگه شما لطف کنید لینک فیسبوکتون رو من نشون بدم و لینک فیسبوکتون رو روی همین قسمت برنامه بذارید ممنون و متشکرم. میگن که سیدهای گاوباز مردشتی دزدی در خونشان بود و الا احتیاجی نداشتن. همشهریمون آقای اکبری. آقا خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. زنده باشید. پیروز و سربلند. به قول خودتون آفید ازن. بابا. زنده باشید. مرسی. دوستان عزیز، برنامه ما همینجا به پایان میرسه. از دوستانی که در سال 1397 به نوعی با ما بودن، یا بیننده بودن، یا منتقد بودن، یا مخالف بودن، یا فقط تماشاگر بودن و هیچ عملی انجام ندادن، تشکر میکنم. امیدوارم در سال آینده با ما باشید. همونجوری که گفتم برنامه چهارشنبه فعلا 50-50، یعنی ممکنه 50% اجرا بشه، 50% اجرا نشه. ممنونم از آقای فرخ که به من گوش داد کردن که فرزاد یک آش رو کم نوشتم، اونو درست کردم. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. برنامه های سربی با مردم تا اونجایی که تونستیم ظرفیتمون اجازه داده روی یوتیوب هست، روی بایگانی خود تلویزیون مردم هست و اگر صحبتی هست، بحثی هست، گفتگویی هست، میتونید شما هم با ما باشید. ممنونم از آقای زاره بینام و نشان و امیدوارم در سال آینده با ایشان هم باشید. همونجوری که بهتون گفتم اولین مهمان برنامه جمعه آقای امیر حسین لادن خواهند بود، دومین مهمان خانم پروین زمانی خواهند بود و میریم تا سالی بهتر، شادتر
و آزادتر داشته باشید. مرسی که با ما بودید.